بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هفتم خرداد ماه 1400 برابر با 28 ماه می سال 2021 و خیلی خوشحالم که بهتون بگم امروز با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود، چون یه مقاله جدیدی نوشتن که یه مقدارش هم مال 10 سال قبله، ولی نشون میده ما واقعا وضع زندگیمون همینجوری و همین شکل مونده و در جا زدیم. مهمترین خبری که هفته گذشته باز آمد و به اصطلاح رسانه های ایرانی رو مشغول کرد، ماجرای احراز صلاحیت یا تایید صلاحیت کاندیداهای یا نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، که بعضیا میگن رد صلاحیت، ولی اونا اصرار دارن که بگن ما کسی رو رد نکردیم، ولی اینا قبول شدن. خیلی بلدن قشنگ با کلمات بازی کنن، میگن شورای نگهبان وظیفش رد صلاحیت کسی نیست، بلکه وظیفش به اصطلاح تایید صلاحیت یا احراز صلاحیت هست. 7 نفر اعلام شدند که خیلی بعضیا شوخی درست کردن، 7 نوع مختلف اسم رئیسی رو نوشتن، حتی تابلوی درست کردن نوشتن که خاک بر سر آمریکا، بعد 1 ماه رئیس جمهورش معلوم نبود، ولی تو ایران قبل از 1 ماه قبل از انتخابات رئیس جمهورش معلوم. حالا این شوخی ها بگذره، بحثای خیلی خوبی توی کلاب هاوس و اینها در جریان هست. حالا بگذره این چند روز هم ببینیم بعد از انتخابات چی میشه. اون یکی دولت تدبیر و کلید و اینها بود، با رنگ بنفش آمد، نمیدونم رئیسی چه رنگی هست. و اما باز مهمترین خبر ماجرای برق و قطعی برق در ایران بود. یکی از دوستان گفت آقا برق دیگه نمیره، فقط کم میاد. و جوکی هم هست، شیرازی ها ساختن، میگه که دولت گفته برق نمیره، همه شیرازی ها گفتن میره. برق در ایران، نیروگاه خصوصی، بیت کوین، بیابی، سیستم کهنه. بعضیا میگن این بیت کوین مگه چیه؟ دیدم حتی سعید میگه آقا این که یه وبسایت و اینا نیست عزیز من. منم نمیدونستم بیت کوین یه چیزیه که باید کلی کامپیوتر یه جا باشه، این کامپیوترها گرم میشن، اصلا اسمش هم مز همین گذاشتن رمز ارز، چون این کامپیوترها باید کار کنن رم. ولی من نمیدونم کی حاضر پولش رو بره بده به یه کسی که نمیشناستش، بعد پول هم یه جاییه که نمیدونه و خیلی ها رمز خودشونو گم میکنن، دیگه پول هم نمیتونن گیر بیارن. ما که نه پولی داریم نه نگرانی داریم. این از این بابت. و اما پتیک برای من نوشته بود که تگزاس حمل اسلحه بدون اجازه آزاد شده. گفتم آقا ما از روزی که پامونو گذاشتیم تو ویرجینیا اینجا حمل اسلحه بدون چیز بوده، حمل اسلحه بدون اجازه بوده. شما اگه بخوای اسلحه داشته باشی و مخفیش کنی، که آمریکایی میگن کانسیلدش کنی، اون موقع باید یه اجازه بگیری که یه کلاس 2-3 ساعته میری و بعدم اونم مسخره است، چون شما جواز بهت میدن ولی هر جا میری تابلو زده تو پارک نیار، تو فروشگاه نیار، توی فدرال بیلدینگ نیار، توی استیت بیلدینگ نیار. پس میگه آقا خودم مسخره کردم، خب بذارمش تو ماشین که بهتر. و اینم از این ماجرا. بله، ویرجینیا یکی از تندروترین ایالت‌های آمریکان. یه نفر اگه بیاد راجع به کامنولت برای ما توضیح بده، کامنولت آف ویرجینیا هست. چرا بهشون میگن حقیقتش من نمیدونم. و اما این ماجرای برق در ایران فقط بیت کوین ها نیستن، چند ساله که دولت تولید برق رو به قسمت خصوصی واگذار کرده، یعنی بعضیا میتونن نیروگاه برق داشته باشن. تو آمریکا هم هست، بعضیا نیروگاه برق دارن، برق اضافیشون رو میفروشن به اون شرکت برق، شرکت برق به اصطلاح میفروشه به مردم، پولش میده. مشکل ایران اینه که صاحب یا صاحبان نیروگاه ها وقتی برق رو تولید میکنن، بعد باید از طریق یه دیلر دیگه، یه چی میگن دلال دیگه بین اون و دولت، و هر چیزی که دولت
مسئول باشه خراب میشه، چون شما تو ایران یا تو شیراز اگه برق میخوای باید فقط به اداره برق زنگ بزنی، اینجا اگه برق میخوای دو تا سه تا کمپانی مختلفه، با وجودی که یه سیم اینجا رد میشه، یعنی سه تا سیم چهار تا سیم رد میشه، ولی اونا از طریق همین میتونن بهت برق بدن، حساب کنن و به خاطر رقابت معمولا قیمت همه چی تو آمریکا پایینه. البته بماند یه احمقی مثل ترامپ دیروز حالا برای اولین تعطیلی بعد از یه سال و چند ماه به جایی که به مردم بگه از به اصطلاح اینایی که رفتن برای مملکت خدمت کردن روز مموریال دی به اصطلاح ازشون تقدیر کنیم، چه اونایی که فوت شدن رفتن چه اینایی که باقی موندن بهشون برسیم، اینا مرده که میگه دیدید وقتی من بودم بنزین 2 دلار بود، خب احمق بنزین 2 دلار بود ولی کسی میتونست جایی بره، چه فایده بنزین 2 دلار باشه وقتی شما از ترس کووید نتونی جایی بری، ولی الان مردم همشون تصمیم گرفتن برن و بنزین هم بله 3 دلار و اینها هست به 2 دلیل، یکی ماجرای همین عربستان سعودی الان دیگه بنزین مجانی نمیده، یکی دیگه این که اینجا یه قطعی بنزین به وجود اومد توسط اونایی که هک میکنن، اونم قیمتها رو برد بالا، مردم پنیک کردن. آقای سهراب چمنارا میگه که چون شما میلیون ها بیننده و طرفدار داری خوبه کمی درباره بیت کوین مطالعه کنی و آن را به دوستانت معرفی کنی. الان در ایران میلیاردها دلار توسط دولت معامله بیت کوین میشود. خب ما که گفتیم آخوندا انقدر زرنگ بودن که با این بیت کوین و اینا کلا سر همه دنیا گذاشتن. ضمناً بنده همیشه گفتم من 7 تا بیننده دارم. 7. این 7 تام مثل دانشگاه میان بهشون میگیم ماجرا اینه، اونا خودشون برن تحقیق کنن. شما هستی که مثل معلمی کلاس اول فکر میکنی مردم از کودکستان حالا اومدن تو برنامه شما، شما میخوای تازه قانون اساسی که از یه جایی کپی کردی هی بگی این درسته. میگیم آقا درست، کی میخواد اجراش کنه؟ شما میخوای اجراش کنی؟ فرزندای شما میخوان برن ایران اجراش کنن؟ داداشت میخواد بره؟ خواهرت میخواد بره؟ آخه چرا حرف الکی میزنی آقای سهراب چمنارا؟ اتفاقا توی برنامه دعوت شده بودم تو کلاب هاوس صحبت میکردم، گفتن که آقا شما رأی میدی؟ گفتم نه، من چندین سال رأی، اصلا یه بار ما تو جمهوری اسلامی رأی دادیم، گفتم دیگه رأی نمیدم، و ولی اون روز میشینم خونه استراحت میکنم به دستور این لس آنجلسیا، میشینم کوکتل مولوتوف درست میکنم، فردای انتخابات میرم تو خیابون میگم رأی من کو، بانک آتیش میزنم، شیشه میشکنم و الی آخر، اونا میگیرن و چوب تو آسینمون و هر جای دیگمون میکنن و بعدم یه عده میان از طریق ما هی میگن آقا اینو آزاد کنید، از زندان گرین کارت میگیرن. آقای چمنارا شما حالا هر چی میخوای بگو، این راهی که شما چند ساله داری میری با دوستانت اشتباهه، باید بلند شین برین ایران اگه میخواین کاری بکنین، اگرم نمیخواین برین مثل من بشینید اینجا بگید آقا بیت کوین، سیستم بیت کوین نیست که برق ایران رو قطع میکنه، اون یه دلیلشه، 4 تا دلیل هست، یکیش بیت کوینه، یکیش سیستم کهنه. من هنرستان بودم، تازه دانشجو هنوز نبودم، هنرستان بودم، معلم ما آقای خوششانس بلند شد اومد آمریکا، اون موقعی بود که تو ایران داشتن راجع به شبکه سرتاسری حرف می‌زدن. شما که مهندس برق هستی به جایی که بیای راجع به اینا صحبت کنی رفتی خودتو گذاشتی سر کار با قانون اساسی. آقای خوششانس از آمریکا که اومد گفت آقا شبکه سرتاسری برای اروپا خوبه، که از این شهر که میای بیرون شهر دومی شروع شده، نه برای آمریکا که 6 ساعت 4 ساعت فقط توی صحرا داری رانندگی میکنی با سرعت 80 مایل و به شهر دیگه نمیرسی، اینجا اون تلفات انرژی خرجی که میخوان بکنن دکل بزنن، دفعه دیگه که تو جاده هستید نگاه کنید این دکلای برق وقتی رد میشه میره روی کوه و تپه ها، تمام زیرش باید درخت ها رو به اصطلاح تریم کنن، هرس میگن به ایرانی، اونجا مینتننس داره، باید نگهداری کنن، برن بیان، نمیدونم از پرنده گرفته تا باد و طوفان دشمن این چیزا هستن. خب آقای شیخی منم به شما سلام میکنم، آقا شما نظرت راجع به انتخابات چیه؟ و به قولی رد صلاحیت، ولی اونا میگن نه ما کسی رو رد صلاحیت نکردیم، ما از این 600 نفر 7 نفر رو صلاحیتشون تایید کردیم. یه تعریف دیگه ای براتون بگم،
میدونید که توی ارتش وقتی میخوان دژبان انتخاب کنن یا همون MP پلیس میلیتری پلیس، هنوز وقتی کسای دیگه نیومدن همه رو به صف میکنن، بعد به هر کسی میگن نگاهی بغل دستید بکن، اگه قدش کوتاه‌تر از اونا برو این بر. بعد میان مثلا میخوان 100 نفر دژبان ببرن، برای که اینا قد بلند باشن، زورشون زیاد باشه، بتونن سربازه رو تو خیابون بگیرن بیارن، قد بلنده رو انتخاب میکنن برای که لباس رو. خب اینا میگن آقا ما مثل اون انتخابات اومدیم نگاه کردیم دیدیم یه گله نامزد واستاده، ما 7 تاشو که قد بلندتر بوده آوردیم. حالا شما میگید اینا قد بلند نیستن، آقای احمدی نژاد قد بلنده، برید حالا بگید هر چی هم دلتون بخواد بگید. در صورت این از نظرتون راجع به انتخابات چیه؟ نظر شما آقای چمنارا راجع به این که خط انتقال به اصطلاح ایران، سیستم شبکه برقش کلن هم کهنه است، هم پوسیده است، هم تعمیر نشده، هم اضافه نشده، چیه؟ دیگه نوشتم چی؟ بی آبی. بعضی از صدای آب به اصطلاح توربینای آبی برق تولید میکنن، اونا الان میگن یکم مشکل دارن. سیستم کهنه هم گفتم، بیت کوین رو گفتم. یه نگاهی بندازید آقای چمنارا به اونایی که نیروگاه دارن. همین آقای چمنارا خودش نیروگاه داره، گویا تو هند و یه دو جای دیگه نیروگاه داره، یه جای دیگه رفته یه چی درست کرده، آشغالا رو میسوزونه، برق درست میکنه. آفرین، مرحبا. شما اگه بیای 4 بار تو برنامه ها صحبت کنی این شک و شبه ها میره. خب حالا من بیام بگم بیلیون ها دلار، میلیارد ها دلار بیت کوین درست کن، خب که چی بشه؟ خودتون سر کار نذارین، برق در ایران خط بزنیم، نیروگاه های خصوصی یکی از مشکلاشه. من تو 2-3 تا اتاق دعوت شدم به نام خط سوم، ایستگاه سوم. به یکشون گفتم آقا این یعنی چی خط سوم؟ هوشنگ امیرعمدی میگه خط سوم، شعله سعدی میگه خط سوم، کیای دیگه هستن؟ تلویزیون کانال 1، این آقای شهرام همایون بدبخت خیلی هم زور میزنه که با این جوونا تو کلاب هاوس و اینا چیز کنه، به اصطلاح با همپای اینا بدو بیاد جلو، ولی نمیشه. آقای همایون شما باید به سن دیگه نگاهی بکنی، نمیتونی، شما نمیتونی. شما دیروز خودتو کشتی، 10 نفر آوردی اونجا، 130 نفر اومدن تو اتاقه، بعد تازه به این و اون میگی اگه اون تلویزیون ها رو ببندن، ایران اینترنشنال رو ببندن، من و تو رو ببندن، BBC رو ببندن، وایس آف امریکا رو ببندن، علی بمونه و حوزش، آقای شهرام همایون بمونه با کانال 1، بعد میگی من 48 ساعته ایران رو آزاد میکنم. آقا شما که بودی، به قول خودت شما یک کتاز تلویزیون ها بودی، شما تنها تلویزیون ماهواره‌ای بودی، چرا اون موقع 40 سال نتونستی، حالا 48 ساله دروغ چرا؟ آقا شما هم مثل آقای ستار دلدار، شما هم مثل ضیاء آتابا، شما هم مثل شجره دیگه، ببین که شما نمیتونی مثل 20 سال پیش اونجوری، نمیدونم از فروش پرچم اینا، همه مردن، اونایی که به شما پول میدادن مردن، اونایی هم که به من پول دادن خسیسن دیگه پول نمیدن. ما پولی هم از کسی احتیاج نداشتیم الحمدلله، از روز اولی که اومدیم گفت که طرف گفت میخوام برم میلیونر بشم، گفت آقا با این روش بیزینس که شما تخم مرغ می‌خری 1 تومن میفروشی 5000، چجوری میخوای میلیونر بشی؟ گفت آخه شما نمیدونی من اولش میلیاردر بودم، همین کارو کردم میلیونر میشم. میگه که خانم ملیه، خانم ملیه، هر وقت من اسم شما رو میبینم خیلی از این اسم خوشم میاد، اسم قشنگیه. کاکو پارسا با سلام خدمت شما، کاندید شدن در ایران، ممنون از برنامه شما مردم تیوی. کی کاندید شده؟ میدونم 7-8 نفر هستن، رضایی هست و اینا، و بعضی از من میپرسن، میگم من اولا رأی نمیدم، اگرم میخواستم به کسی رأی بدم تو ایران مثل اروپا بهتره که رأیمونو به کسی نگیم، مگر اینکه یک کسی بگه آقا حالا که شما اینقدر به من اطمینان داری بیا تو ستاد انتخاباتی من و تبلیغ کن. شنیده بودم یه دو تا هنرپیشه ایران، نه مجری تلویزیون ایرانی، پول کلونی گرفته بودن از اون آقای لاریجانی. حالا که لاریجانی به قول معروف احراز صلاحیت نشد، آیا میره پولش پس میگیره یا نه؟
اردشیر شیخی میگه با وجودی که هوادار نظام هست، ولی به عملکرد شورای نگهبان منتقد هست و از خیلی جلوترها اشکال داشتم، به خصوص به اجازه بدید. خیلی هم میگن که حتی رئیسی هم ایراد گرفته به شورای نگهبان. بعضی هم میگن اینایی که قبول شدن یا احراز صلاحیت کردن باید بگن که دوباره نگری کنید و الا ما نمیایم. آقای روحانی گویا نامه نوشته به خامنه ای و از او خواسته، چون معاوناش چیز بودن، بماند. خلاصه اینم باید ببینیم چی میشه. میگه با وجود این جلوترها اشکال داشت، به خصوص به نظارت استصوابی بر نمایندگان و رئیس جمهور. میگه که به خدا حرف دل مردم را میگوید. سپاس. کی؟ خانم ملیحه. کی؟ من نمیدونم. با سلام خدمت شما. یه اسمی رو اینجا شما میخواستی بنویسی ننوشتی، نوشتی کاندید شده. چه کسی حرف مردم رو میزنه یا میگه؟ بله، اینم از این ماجرا. آها، تو این اتاقی که ما بودیم خط سوم، آقای مسعود معیدی خیلی مدیریت خوب عالی انجام میده، برنامه های مختلف گوناگون نماینده های مجلس رو میاره، برنامه های تفریحی داره، برنامه های انتقادی داره و اینها. و واقعا اگر قرار باشه به کسی بگیم خسته نباشی و خدا قوت، باید به این آقای مسعود معیدی گفت. بعضی وقتا کار مدیریتی که انجام میده اصلا بی نظر میمونه، اون موقع نظرهای خودش دخالت نمیده و من از این بابت ازش یاد گرفتم و ازش خیلی ممنونم. گفتیم آقا این خط سوم یعنی چی؟ گفت خب یکی اصولگرا بوده، یکی اصلاح طلب، و حالا اینا خط سوم هستن. گفتیم خب براندازا چی؟ شما براندازا رو کنار گذاشتین؟ قرار شده یه بحثی هم بذاریم در مورد این صحبت کنیم که براندازم یه خطی هست یا اونا انقدر کمن که قابل حساب نیستن، یا خارج هستن هیچ کس روشون باز حساب نمی کنه. شماره تلفن تماس ما هست 202-695-2573 با پیش شماره آمریکا 201 از خارج اگه میگیرین. و پتیک برای من یه عکسی فرستاده بود که داره رانندگی میکنه و یه چیزی رو دیده یاد ما افتاده، عکس گرفته. من بهش گفتم خیلی ممنون که به یاد ما بودی حتی تو این گرما و اینا، ولی حالا یه چیزی من فهمیدم که هر روز چیزای مختلفی پیش میاد که هی من میگم آقا اینم من با تو هم عقیده هم، مثل هم هستیم و اینا. بعد گفتم که این کاغذها و وسایلی که روی داشبورد ماشینت هست، من امکان نداره دوستان اگر یه کاغذ انقدی، یه وسیله کوچیکی روی داشبورد ماشین باشه، حالا چه چسبیده باشه چه هی که میپیچیم بپیچی این ور بره اون ور، بتونم رانندگی کنم. امکان نداره یه چیزی اگه با آینه پشت سر میگن، ولی خب جلوته که پشت سر میبینی، وصل باشه و اینجوری جوری کنی بتونم رانندگی کنم. ضمناً غیر قانونیه توی آمریکا. غیر قانونیه که شما به آینه یه چیزی نصب کنی. خیلی از این سیاپوسای بدبخت و بیچاره رو به خاطر این میگیرن که یه چیزای خوشبو کننده که خوشبوی مصنوعی، خیلی هم آدم سردرد میگیره. عکس یک مقوایی هست که عکس یه درخت کاجه و توی این یه دوایی زدن، این پلاستیک رو باز کنن، اینا آویزون میکنن، نه یکی نه دو تا، بعضی وقتا 5 6 تا جلو ماشینشون، بعضیا دو تا تاس بزرگ انقدی، بعضیا نمیدونم توپ بیلیارد. خلاصه اینا همش باعث میشه که حواس شما از رانندگی پخش بشه، یه چیزایی رو نبینی، یه چیزی مثلا نوشته رو تابلو یه چیزی همین جلوت باشه. خلاصه نکنید این کارا. حتی آینه رم اگه وردارن خیلی بهتر میشه و میتونن آینه رم وردارن. من این ماشینای جدیدی که رانندگی میکنم میبینم که اون وقتا شما یادت مثلا وقتی رانندگی میکردی اگه دو نفر پشت سرت بودن شما صورت اینا رو میدیدی، ولی الان آینه‌های الکترونیکی که هست شما وقتی میزنین از پشت ماشینه بهت نشون میده. یعنی اگه 10 نفرم توی ماشین نشسته باشن هیچ مشکلی نیست. کامیونای بزرگ دوربینایی دارن که روی نمره عقبشون هست، مثلا رو ماشین شما وقتی میخوای پارک کنی اینا مانیتور هم اونجا داره عقب پشت سرشو میبینه. در هر صورت اینا به نظر من اومد، ولی چیزی که پتیک جواب من داد خیلی ساده، خیلی قشنگ و خوب بود. گفت که آقا حتی دو تا برادر دوقلو یه چیزایی با هم اختلاف نظر دارن،
و حالا میخوام ببینم واقعا این تمرین کرده اینقدر کاغذ ماغذ ریخته بود اونجا. یه چیزی هم مثل دوربین اونجا بود، اگه دوربین سعی کن اون بالا نباشه، آفتاب پشت وینشیلد خیلی بد دمیج میزنه. اگه وسایل اندازه‌گیری برای کار ساختمون و اینا، اونا هم همینجوره، تمام وسایل گرمای بیش از حد، حتی تلفن. نمیدونم متوجه شدید یه جایی تلفنتون اگه بذارید توی آفتاب باشه خاموش میشه، خود به خود خاموش میشه، که از اون طریق اقلا دماشو کم کنه. اینم از این. خب آقای شجریان یه عکسی داره که دلا شده. از این دلا شدن ها ما خوشبختانه یا بدبختانه در رژیم شاه و رژیم شیخ و ملا و اینا تا اونجایی که دلتون بخواد داشتیم، و یه چیزی هست که از بین نمیره. من میگم همه امیدم به این جوونا بود که تعارف رو کنار بذارن، چاپلوسی رو کنار بذارن، ولی برید سر بزنید توی این اتاقای کلاب هاوس ببینید چه خبره. استاد، سلطان، سرور، نمیدونم غلامتم، پاتو رو چشم گذاشتی، نمیدونم جون فدات کنم، از این مزخرفات و اینا. خب ببینم، ایشون میگه به احتمال زیاد کاندید شده بین اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور. اونو که ردش کردن خانم، اون نیست، اون همون که برادر به اصطلاح معاون اول چیزه، ماشاءالله دماغ هم داره ها، اون وقتا میگفتن دماغش مثل کوفته میمونه. خب خط سوم براتون گفتم شجریان، اینا رو تو قسمت عکسا بهتون نشون میدم که ببینید شجریان همون بعد از انقلاب چجوری چاپلوسی آخونده رو میکرده، میگفته که من خیلی خوشبختم، افتخار دارم که اولین آهنگ من اینه، بعد آخرش دیدید که چجوری با اونا در افتاد و نمیدونم توی ایران حتی ممنوع کنسرت شد و اینها، و دنیا اینجوریه دیگه، هر روزی یا میگه که گهی زین به پشت و گهی پشت بزین. آقای اسماعیل خویی فوت شد، روان شاد، من ایشون رو دیده بودم اینجا در یه برنامه‌ای و به من گفت که من برنامه شما رو وقتی میبینم خیلی خوشم میاد از این صداقت تو، از این نترسید، گفت شجاعتت، گفتم منظورتون بیمخیه، خندید، گفت نه، بغلم هم کرد و یه عکسی هم داریم، حالا بعد بهتون نشون میدم. نوشته بودن اسماعیل خویی در تبعید درگذشت. نوشتم بابا شماها اگر شعرهای اسماعیل خویی رو میخونین، یعنی یه کمی به فرهنگ و شعر و نوشته و اینها علاقه دارید، نکنید، کلمات رو درست استفاده کنید. آقا بنده اگر مهاجرت کردم اومدم، چرا میگید تبعید؟ تا حالا کدوم یه نفر شما دیدید که آخوند تبعیدش کرده باشه به یه جای خوش آب و هوایی توی کالیفرنیا، به یه جای خوش آب و هوایی توی استرالیا، به یه جای خوش آب و هوایی نمیدونم توی کانادا؟ تبعید بابا، آقای مصباحی رو از شیراز تبعید میکردن، بندر نمیدونم خارد بود، خاش بود، چی بود، پوست مینداخت از گرما، اون میشه تبعید. مهاجرت، طرف میبینه اینجا نمیتونه زندگی کنه به دلیل گرما، سرما، آلرژی، پول، عدم آزادی، بلند میشه مهاجرت میکنه. خیلی هم کار خوبیه، همیشه هم توی چیزا مؤثر بوده، توی تاریخ، توی دین مؤثر بوده، توی حکومت مؤثر بوده، از حضرت محمد بگیر در رفته، از اونجا رفته جای دیگه، این مهاجرت دیگه، کسی تبعیدش نکرده از مدینه به مکه و نمیدونم فلان اینا. در صورت اینم از این ماجرا، اون چه مهمه، اسماعیل خویی در 83 سالگی درگذشت. و تایید صلاحیت یا رد صلاحیت که براتون توضیح دادم، شورای نگهبان میگه ما هیچ کس رو رد صلاحیت نکردیم، ما 7 نفر رو تایید صلاحیت کردیم. اینم از همون بازیایی که با کلمات انجام میدن. جمهوری اسلامی به نظر من واریته جالبی هست. این کلمه واریتی یا واریتهی که آورده بودن تو ایران، وقتی یه چیزی گوناگون باشه بهش میگن واریتی، و این واریته جمهوری اسلامی واقعا به نظر من جالبه. 42 سال تونستن حکومت رو نگه دارن، حالا با هر کشوری اون زیر دارن معامله میکنن، کار میکنن، من نمیدونم، آقای چمنارا میدونه که یه قانون اساسی رو گرفته، هی میگه که تو ایران ما با هزاران نفر،
یه دم بهش گفت آقا چرا میگی 1000 نفر؟ گفت ما 5 نفر بیشتر نیستیم ولی باید بگیم. آقا شما وقتی دروغ میگی به من، دروغ میگی من یقتو میگیرم، بعد دیگه نمیری اونجا بنویسی ما 5 نفر بیشتر نیستیم. این صدای جوانان ایرانه. من قول میدم شما یک جوون زیر 55 سال به حرفای شما گوش نمیده. اون یا داره تتلو رو میخونه و میرقصه، یا داره نمیدونم هیچ کس و رضا پیشرو و، یا داره این رادیو تلویزیون های جوون ها که همشون نشستن تو سر خودشون میزنن که اینا نسل سوخته هستن. آقا کسی شما رو گوش نمیده. آقای شهرام مایو این بیچاره آرش رو بیار، 10 تارم بیار بشون از اون رکسان گنجی نمیدونم خدا زده تا اون یکی مرده که قرار بود امروز راجبش صحبت کنم، دیدم اصلا اهمیت نداره من راجبش صحبت کنم. اینا رو میذاری یه مشت بیکار، یه مشت جوونی، فکر میکنی الان میان 5000 نفر. بعد تازه شهرام همایون میگفت که ما اتاق زدیم 2000 نفر، اتاقای اونا میان 200-300 تام نمیشن. آقا همون موقعی که شما اینو گفتیم من زدم اتاق اینترنشنال، این آقای پوریا زراعتیه کیه، 5500 نفر تو اتاقش بودن. آقا قبول کنید، یه چیزی رو قبول کنید، بفهمید اشتباهتون کجاست، برید درستش کنید. من اشتباهم این بود، فکر کردم ایرانی ها مفتخور نیستن، آمدم یه تلویزیونی زدم گفتم آقا 10 نفر به جایی که خودشون برن این همه مشکلات رو داشته باشن، میان ساعتی اینقدر میدن، روزی اینقدر میدن، من براشون کار میکنم. دیدم نه آقا همه مفتخورن، همه میاد. تازه وقتی هم کافی درست میکنی میگی او چای سبز نداری، نمیدونم کافی بدون فلان نداری، او شما اسپرسو نداری. گفتم آقا جمع کنید برید. اومدم نشستم اینجا حرفمو میزنم، روزای دیگه هم میرم سر کار پولمو میسازم، دیگه نه محتاج آقای سهراب چمنارا هستم که 100 بار تو تلویزیون ها گفت این تلویزیون سهربی هم هست میتونید با 50 دلار بیان چیز کنید. میگم آقا من نرخم بزنید، بزنید خدمات و سرویس تلویزیون مردم از سال 2006 تا حالا رو اینترنت میاد. عکس یه خانمی اونجا وایساده، نرخش هم نوشته، اینم یه آقایی از هلند برای ما درست کرد، خیلی ممنون. میگه که آقای سوربی حضرات فکر میکنن تبعید عنوان و درجه است، بر خودشون اطلاق میکنن. دقیقا کسی که وقتی بهش میگی بیوگرافی زندگی تو بنویس یا شغلت چیه، مینیسه زندانی سابق، خب زندانی بودن و تبعیدی بودن و خب خاک بر سرت، حالا آخرش میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای مردم رو آزاد کنی؟ تو نتونستی خودت رو آزاد نگه داری. میدونی چی میگم؟ تو نتونستی خودت رو آزاد نگه بداری. خب معلومه هیچ کس نمیاد با شما. مثل این میمونی که من یه رستورانی باز کنم، ورشکست کنم، بعد بیام به اینمون بگم آقا به من پول بدید من بلدم رستوران باز کنم، دیگه نگم بلدم چجوری هم ورشکستش بدم. اینا اینجوری هم. همه اینا ورشکست و ورشکست هم یه چیزی داشته تو ایران، یادتونه میگفتن ورشکستگان به تقصیر. اینا ورشکستگان به تقصیر هستن. آقا اگه بلد نیستی چرا اومدی؟ مرض داری؟ خب برو یه کلاسی، برو درسشو بخون بعدن بیا. کلاب هاوس، تعارف های علکی. یه نفر آمده بود، البته اساتیدی که اینجا هستن، یه خانمی هم بود، اساتیدی که اینجا هستن من در مقابل همشون کوچیکم، نمیتونم حرف بزنم. خب خفشو حرف نزن، ولی حالا میخوام توتیوار. شما اصلا میدونی یعنی چی؟ یکی میاد میگه من میخوام فهرستوار یه چیزایی رو عنوان کنم، یعنی وقت این نیست که بستش بدم بازش کنم، به صورت فهرست میگم میرم. این خانم احمق اومده میگه توتیوار. اون وقت اینا همینجوری توی اتاقا دور میزنن، ما هم از این اتاق میریم اون اتاق، از اون اتاق میریم اون اتاق. دیروز نه امروز صبح دیگه به خودم گفتم این کلاب هاوس تقش در میاد، بذارید بعد انتخابات ببینید اصلا اگه اتاقی باز شد بتونه 50 نفر رو جمع کنه. همین الان برید اتاقایی که نمیدونم 1200 تا میمدن الان میاد 30 تا. چقدر هم سعی میکنن چیزای مهم بذارن براش. بذارید یه مروری بکنیم. تصویر بک‌گراند شما خیلی عالی است، خیلی ممنون. این استودیوی چند میلیون دلاریه که آخوندا برای ما ساختن. شورای گذار در رومشان 56 نفر بودن در کلاب هاوس. حالا این 56 نفر، اگر 56 نفرشون پیرو یک عقیده بودن،
مرامنامه یک حزب رو قبول داشتن خوب بود. آقا 5 نفر 6 نفرم پیدا نمیشه. میگم آقای شهرام همایون نوشته تو بیو، تو بیوگرافیش مؤسس جنبش ما هستیم، بعد دیروز داشت میگفت که ما تظاهرات مشهد را انداختیم. آقا تو 2 ماه پیش 12 فروردین بود آبروریزی دم زندان و فلان بیسار اینه، هیچ کس نیومد. یا واقعا فراموشی بهتون دست داده یا خودتون رو مسخره کردید یا فکر کنین مردم احمقن. این کلاب هاوس دوستان میزنیم، حالا اتاقا رو نگاه کنید شما. با فرید مدرسی کاپیتان کلاب هاوس 2 ساعت. این چند نفر؟ این 1100 نفر. آقای شهرام همایون 1100 نفر. میبینی این پایینش مینویسه اینا دیگه نمیتونی دروغ بگی، دیگه نمیتونی مثل آقای سهراب چمنارا دروغ بگی، بگی ما سخنگوی ایرانیان هستیم. اون زیر میزنن وبسایت تو نگاه میکنن میبینن در 7 روز گذشته 3 نفر اومدن بازدید کردن، اینم خودت بودی. زمانه اون که آقای داور بگه بیننده 40 میلیون داره، بدبخت دکتر مولانا نمیدونم ملازادم 22,500 دلار ماهیانه بهش بده گذشت. زمانه اینه که الان شما میای 1 ساعت برنامه درست میکنی میذاری روی یوتیوب، بعدا میری نگاه میکنی میبینی 4 نفر اومدن نگاه کردن. حالا هر کاری دلت بخواد انجام بده. برگردیم به این اتاقا. این حالا 1000 خوبه، خیلی خوب بوده، حتما خیلی آشنا داره و فلان اینا. بله، خبرهای جدید از استقرار اصلاح طلبان در ستاد دکتر مهر علیزاده، این 1200 نفر. افتتاح کلاب دورهمی هنرمندان 95 نفر. چیست و چگونه دنیای آینده را تغییر خواهد داد، 264 نفر. با فرید مدرسی، اینه که خوندم براتون، بیا تو فارسی حرف نزن، کلاس انگلیسی گذاشته 175. آفرین به اینا، یک کاری انجام میدن. شما وقتی میری تو میای بیرون یه چیزی یاد میگیری. خب، زندگی نامه و رؤوس نظری بزرگان فرید و تولد روانکاوی 208 نفر. مارکت کریپتو، آقای چمنارا تشریف ببرید اینجا، 367 نفر نشستن. بدبختای هستن که پولشونو دادن فکر کردن 2 روزه میلیونر میشن، همون چوسک پولی هم که داشتن از دست دادن. شما با اونا بپیوندید. اتاق اجتماعی عادت ماهانه و پریود قانون ها تبو نیست، 62 نفر. بعد از دوشیدن لاریجانی توسط فرید مدرسی نامزد بعدی کیست؟ حالا فرید مدرسی اون بالا بود که اتاق زده بود 1200. کلاب هاوس یه چیزی بود که مردم فکر کردن الان وقتی میان این تلفن‌های تلویزیون‌های 20 سال پیش دوباره سربی احمقی هست و میاد میشینه آب و جارو، بعد این میکروفون رو میده به آقای محمد تیرانداز، این میکروفون رو میده به آقای حمید نجاری، این میکروفون رو میده به آقای ایکس، به خانم ایگرگ. گذشت، به قول احمدی نژاد ممه رو لولو برد. فامیلشون مهر علیزاده است، چه فرقی میکنه؟ تصویر بک‌گراندم این، خیلی ممنون، متشکرم. و آهان، این آقا رو میخواستم باهاش صحبت کنم، چنان ترسید، بهش گفتم خب پس ما جمعه شما رو زیر ذره‌بین میذاریم. گفت آقا چرا زیر ذره‌بین؟ گفتم مگه نگفتی من دربارت صحبت کنم؟ وقتی شما میخوای درباره یه چیزی صحبت کنی، مثلا شما میگی آقا درباره این ساعت صحبت کن، خب من اول یه ذره‌بین برمیدارم اینو نگاه میکنم ببینم اگه گفته رولکس، رولکس قلابیه یا ساعت اسمش فسیله. این ساعت رو هر کی میخواد 20 دلار بهش میفروشه، باتری میخواد، باتری 3 دلاره. من خوشبختانه یا متاسفانه این دستام خیلی بزرگه، فکر کنم مال سون کشیه توی هنرستانه و معمولا ساعت ها و اینا اندازه دستم نمیشه، نمیره، مخصوصا اونایی که دونه هاشو در آورده باشن. اینم زدیم رو فیسبوک هم هست برای فروش. بله، ذره‌بین رو در میاره طرف میذاره و انقدر داریم برنامه های مختلف زیر ذره‌بین. بهش گفتم تو شانس آوردی چون هنوز جوونی، دلم نمیاد بهت بگم تو رو روی میز تشریح میخونم میذارم،
چون اونای دیگه همشون یه مشت مرده متحرکن، ما بیبریم میزنیمشون روی میز تشریح. ولی بعد دیدم اصلا این خیلی مشنگه، گفتم ولش کن. آقای هست به نام داوری که یه کاره بوده در دستگاه احمدی نژاد، بعد حتی زندان رفته، بعد حالا بر علیه احمدی نژاد صحبت میکنه. این یا یه نفر دیگه بود یه حرف خیلی قشنگی زد، گفت احمدی نژاد افتخارش اینه که پولی ندزدیده و میگه که من که چیزی حیف و میل نکردم. میگه که اتفاقا شما ممکنه خودت میل نکرده باشی ولی حیف کردی. من تا اون روز تا پریروز نمیدونستم این حیف و میل یعنی چی. دوتاشو با هم میارن. اگه من یه چیزی بالا کشیده باشم، خودم خورده باشم، میلش کردم. اگر بد مدیریتی من باعث شده باشه اون پول از بین بره، حیفش کردم. اینه که میگن فلانی پولا رو حیف و میل کرد، یعنی یه سریشو با منیجمنت بد، با مدیریت بد از دست داد، یه سریش هم نوش جان کرد گذاشت تو جیبش. میل، حیف و میل. احمدی نژاد و احمدی نژاد هم یه نوار ویدیویی درست کرده، حالا حتما خامنه‌ای هم یه نفر رو میفرسته بره با این صحبت کنه و آرومش کنه. و اما دیکتاتورها به هیچ کس به اصطلاح اعتماد نمی کنن و باورشون هم نمی کنن و همیشه هم ازشون می ترسن، حتی از فامیل خودشون، از نزدیکان خودشون. و همین جدیدن دو سه روز پیش، دیروز یا پریروز توی سوریه انتخابات رئیس جمهوری بود، برید ببینید نمایش مسخره مردک دیوانه. وقتا چی میگفتن؟ میگفتن تیر چراغ بر، به اینایی که قد بلندی داشتن و لاغر بودن و مغز خالی میگفتن تیر چراغ بر. میگن که دکتر غلامرضا داوری بود، افشاگر احمدی نژاد. آره این وقتی هم صحبت میکنه یک کلماتی رو یا لکنت زبون داره یا چیزی داره، خیلی هم در واقع میگه. یعنی اگر 6 تا جمله بگه 5 تا یا 6 تا در واقع استفاده میکنه. اینا یه چیزای بدیه که اگر اینا ضبط کنن، اگه ضبط کنن برنامه خودشونو، بعدن وقت داشته باشن گوش بدن، وقت ندارن. همین جوری که این روشنه میرن دستشویی و آشپزخونه و میان بچه‌شون هم داره جیغ میزنه، نوه‌شون هم داره صدا میزنه، از این اتاق میگه من حرفمو بزنم دارم میرم توی اتاق دیگه. با آقای معیدی گفتم آقا اینایی که میگن من باید برم حرفمو بزنم، بگو خب اگه باید بری برو، ما اینجا رو گذاشتیم که حرف بزنن وایسن جواب حرفشون هم گوش بدن. گفت شما درست میگی. آقای معیدی رو پیدا کنید، برنامه‌اش خیلی خوبه، مسعود معیدی فکر کنم کردم هستن. بله شما باور میکنید صدام حسین هر کی میمده نزدیکترین وزراش میخواسته یه کاغذ بهش بده این نمیگرفته که نکنه یه موادی زده باشن این به اصطلاح بکشنش. کاغذ رو میذاشتن روی اسکن کاپیر، از اون پایینش که کاغذ مال خودش که میبوده داخلش میمده بیرون، دیدی گرمم هست، اونو برمیداشته میخونده. حاضرید شما یه روز رئیس جمهور باشید با این ترس و لرز زندگی کنید؟ دیروز یک کسی با من صحبت میکرد، میگفت که آقا فلانی میشناسی؟ این اصلا اینجا یکی از بدترین شاگردا، عقب افتاده ترینا بود، رفته جهرم شده شهردار. گفتم آقا تو اینجوری گفتی من فکر کردم این رفته رئیس جمهور شده، حالا شما میگی اون شده شهردار جهرم؟ من از شما که همشهریم هستی سوال میکنم، شما حاضری بیای بری بشی شهردار شیراز؟ گفت نه مگه من احمقم؟ گفتم حاضری بشی استاندار استان فارس؟ گفت نه آقا مگه من دیوونم؟ گفتم حاضری بشی رئیس جمهور ایران؟ گفت نه آقا ما رو گرفتی؟ گفتم نگاه کن خودت شروع کردی، گفتی آقا اون فلانی که بلد نبود و احمق بود رفته ایران شده رئیس جمهور جهرم، رئیس جمهور شهردار جهرم، درسته؟ حالا خودت حاضر نیستی رئیس جمهور ایران باشی؟ واقعا میگم دوستان شما حاضرید رئیس جمهور ایران باشید؟ حاضرید حتی رئیس جمهور آلمان باشید، رئیس جمهور آمریکا باشید؟ ضمناً آلمان میخواد یه پول خیلی زیادی بده به کشور نمیدونم نامیبیان کجا، چون اونجا رو اونا هم به اصطلاح نسل‌کشی و اینا کردن، عکسش هست بهتون نشون میدم. و جالبه فکر کنم اینو آقای فرهاد زمانیان دوره انتخابات یه سری
کارهای نقاشی و به اصطلاح از این کارهای الکترونیکی نمیدونم کاریکاتور و اینا انجام میده. من چون دوستش هستم بهش میگم که یه چیزایی شما میگی و مینویسی که در شأن شما نیست و دوستان دیگه هم به شما گفتن، به همین دلیل هست که شما آوردی قسم دادی که به روان و روح مادرت هیچ وقت به هیچ که فحش نمیدی، ولی اینجوری این نشون میده شما را عصبانی کردن و تعصبتون الان به یعنی احساستون به منطقتون غلبه کرده. نکنید این کار، عکس بذارید، بنویسید، ایراد بگیرید، ولی شما اجازه ندین که اونا شما را به این فحاشی بکشونن. مثلا یه جایی شما نوشته بودی آقای لاجوردی، حالا که دخترت آمریکا هست، دخترت دختر هست، این کار زشتیه. از شما که هم هنرمندی هم آدم انسان شریفی هستی بعیده. من نمیخواستم اونجا توی چیزا بنویسم، میخواستم بهت خصوصی بگم، بعد گفتم نه اتفاقا اینجا میگم تا بیشتر اثر کنی. فکر کنم شما نوشته بودی عربستان که انتخابات نداره دائما توی تلویزیون ایران ایران اینترنشنال و اینای دیگه که بودجهشون از عربستان و کشورهای دیگه میاد دائما ایراد میگیرن از انتخابات ایران. آخه میدونی یکی بیاد یه ضرب المثل هست میگه دیگ به فلان میگه رود سیاه، یا میگن که توی شیراز میگفتن که ترشباله به اسم میگه برو نه سوراخی. ترشباله یعنی صافی، میدونید که چند تا سوراخ داره. اسم یعنی کفگیر. حالا کفگیر هم از که اون وقتا 9 تا سوراخ داشته، یادتون باشه آدم هم 9 تا سوراخ داره. میگن صافی به کفگیر میگه برو 9 سوراخی. خب شما اگه جای کفگیر باشی میگه آخه احمق خودت نگاه کن ببین چقدر سوراخ داری. این ماجرای عربستان سعودی و تلویزیون ایران اینترنشنال، تلویزیون مناتو، تلویزیون بی بی سی، وایس آف امریکا، ماجرای این ترشباله و اسم. اسم هم نیست، فکر کنم حسم درسته، با هی جیمی و سات. و دیروز توی یکی از این اتاقا یه آیت اللهی هم آمده بود صحبت میکرد، دوستان بشینید پای حرف این آیت اللهی جوون، نمیدونم یکی شیخ مهدیه یکیش الان اسمشون یادم رفته بینیستن، ببینید اینا چجوری حرف میزنن. اون وقت طرف که دکتر مهندس پروفسور، ببینید اونا چجوری حرف میزنن. بعد این آقا اومده بود میگفت که راجب حجاب بود که فقط نوشته بود حجاب. من با آقای معیدی گفتم منظورتون این هست که حجاب اجباری خوب است یا بد؟ گفت نه، همینجوری دوستان چون این حرفا رو زدن اون به صورت تیغ در اومده. گفتم آقا حجاب اجباری بده، هر چیز اجباری هم بده. اینا باید بفهمن از خدا که قوی تر نیستن اگه به خدا باور دارن. بعد خدا تازه دوتا آدم داشت، یکی آدم یکی حوا، حریف این دوتا نشد که اینا رو نگه داره اجبارشون کنه که آقا یا یه بعضی ها میگن گندم بعضی ها میگن سیب. اون وقت تو میخوای حریف نمیدونم چند میلیون بشی، اونم خانما حجاب اجباری رو برای خانما، و این خانما ببینید چه چوبی تو آسینتون کردن و چه چوبی توی چند تا نقطتون خواهند کرد. حالا آقای زمانی میگه، آقای این زمانی هم میگه این به ما نصیحت میکنه فحش فحاشی نکن، خودش چه چیزایی میگه، این فحش نیست، این چند تا نقطه ما میگیم طرف خودش میفهم. خب این آقا یه آیه رو خوند میگفت انسان حریص میشود به چیزهایی که ندارد یا منعش میکنن. جمله عربی هم بود، گفت این آیه قرآنه، الانسانو حریص بن فلان بسار. گفتم آقا من فارسیش نوشتم، گفت باز برات میخونم، بازم خون من نتونستم بنویسم. بعد آخوندا یا اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی بودن دیروز تو این برنامه خانما میگفتن آقا تو این گرما و فلان، اولا چجوری موقع انتخابات که میشه شلش میکنن روسری و فلان اینا، بیخیار شلوارا میره تا زیر زانو، بیخیار کفش تا بستونه اینجوری میشه فلان. و آخونده میگه که اگر حجاب واجبه چرا حجاب برای مردا نباشه. بعد این آقای میگه، حاج آقای میگه حجاب برای مردا هم هست. بعد من یکم فکر کردم گفتم لابد به همین خاطر آخوندا عمامه سرش میذاره و عبا و فلان بیسار و اینا، و البته اینا نه، اینا این عمامه سر گذاشتن هم میخوان بگن ما کلمون از شما بزرگتره. دیده بودی تیمسار میمسار و یک کلاه میزای سرش اینجوری، یادم این آقای فریور نه احمدی بود، احمدی
فرمانده هوابرد شیراز بود، پسرش هم آقا رضا اینجا با ما دوسته. بعد اینا و هرچی قدشون کلا کوچیک‌تر بود کلاشون بلندتر بود، که البته حالا من دیدم تو ارتش ایران و پلیس شهربانی از این وری کلاهاشون نقابشون به جای دروغایی که میگن به جای که دماغشون دراز بشه نقابشون دراز شده. در هر صورت این انسان حریص میشه به چیزایی که نداره و اینجا هم شما میبینید میگه آقا سرعت باید 60 باشه، طرف 80 90 تا میره، هر از گاهی هم یه تیکتی میگیره. یه حاج آقایی هم اومد دیروز باز میگفت که اسلام اولش مشروب رو حرام نکرد، بعد حضرت محمد حرام کرد. گفتم آقا شما یا یه قرآن دیگه داری میخونی یا اون چیزی که به ما گفتن فرق میکنه، توی اسلام یا توی قرآن هیچ جا از حرام بودن مشروب صحبت نکرده. گفته دور باشید، برای که اینا میخوردن خرمس میشدن مثل اکبر کله پز مثلا دم تنوره بوغیری ها میشدن، بدبخت شبا میمد داد بیداد کردن، صبح که میدیدیمش بعد کله پاچه اینجوری یواش کنار خیام میرم خجالت میکشید. اون وقت چون دیده زیاد خورده گفتن دوری کنید، دوری کنید. اصلا اون کلمه ایرم که برای الکل و اینا ساختن معنیش اینه. بماند مشروب در اسلام حرام است یا باید دوری کنید. و اما ویدیوی آخوندی که شعر میخونه، اینو دوستمون آقا رضا مرحمتی فرستاده، من خیلی ممنونم. اجازه بدید من براتون راش بندازم و ببینم که میتونیم با هم گوش بدیم. فیسبوک این آقای مشنگ ببندیم بره پایین، ویدیوی آخوند رو بیاریم اینجا، کجا؟ اینجا، و براتون صداشم بگیم. آدیو آوتپوت استریو آدیو دیوایس، این بله صدا رو اینجا باز میکنیم، با هم بریم پلیر دو. من اینو ببندم، تصویر منو نداشته باشید، تصویر این حاج آقا رو داشته باشید. امیدواریم سید دو بارانی چه فرقی میکند، امنیت با وضع بحرانی چه فرقی میکند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، کفر ورزی با مسلمانی چه فرقی میکند. وقتی از دریای نفت و گاز سهم ما هواست، نفت با ریگ بیابانی چه فرقی میکند. مال بیت المال اگر وقف چپاول کردن است، شاه باشد یا که روحانی چه فرقی میکند. چون که از ما بهتران هر چیز ما را میخورند، قحطی آید یا فراوانی چه فرقی میکند. ارمغان دین اگر ایجاد شهر هرت بود، تخت شیخ و شاه ساسانی چه فرقی میکند. پیش مسئولان عالی رتبه بی دغدغه، مملکت داری و چوپانی چه فرقی میکند. صنعت ما قطعه هایش وقتی از دم خارجی است، خارجی با جنس ایرانی چه فرقی می کند. توی این دژ تا شتر با بار خود گم می شود، دزد با مأمور دژبانی چه فرقی می کند. وضع شعرم مثل کشور بس که بحرانی شده، مطلعش با بیت پایانی. خب اینم حاج آقا و شعرشون، یعنی میگن مینویسن اقلن این آزادی تا انقدر هست. یکی گفت آزادی بیان در ایران نیست، گفتم آقا آزادی بیان هست، آزادی بعدش نیست. یکی گفت آزادی اندیشه نیست، گفتم هنوزم آزادی اندیشه هست، هنوز چیزی نیومده که بتونن اندیشه تو کنترل کنن. اندیشه و بیان آزاده، بعد از این آزادی نیست. خدا بهت چیز کنه. میگن در طرح موضوع حجاب تناقض دارن، میگوین حجاب فضیلت است، اگر اجباری بشه دیگه فضیلت نیست، در صورت اختیار فضیلته. من تو اون برنامه که دعوت شده بودم پیشنهاد کردم این خرجی رو که برای گشت ارشاد میذارن و برای نمیدونم کم حجابا و بد حجابا، این پولش رو هزینه کنن بدن به هر کسی که میخواد حجاب داشته باشه.
بگن هر کی میخواد حجاب داشته باشه ما چادر مجانی بهش میدیم. بذار آقا یه نفر بره 12 تا چادر بکشه رو سر خودش تا از گرما خفه بشه. و کی باشه که همین حجاب اجباری، مردا که هیچ غلطی نکرده، همین حجاب اجباری خانما رو بیاره به خیابون، ترافیک رو ببندن، راه بندون کنن و کلک این آخوندا زده بشه. چون حجاب نباید اجباری باشه. شما 42 سال وقت داشتید تبلیغ کنید، تبلیغ کن. من باور کنید اینجا وقتی میرم فروشگاه این ور اونور میبینم یه خانمی با حجاب هست، اصلا شجاعتش آدم باورش میشه تعجب کنه، میگه این چجوری چه شجاعتی داره که این حجاب پوشیده، نمیترسه این آمریکایی ردنک احمق کل گردن سرخ بیاد بزنه از پشت تو سرش، به اصطلاح آزار و اذیت بهش برسونه. این برای که باورمنده. حالا بگذاریم که بعضیاش ممکنه شوهرش مجبورش میکنه و اینا، من کار به اون ندارم، کار به این دارم که آخوندا 42 سال میتونستن تبلیغ کنن، همین فضیلت هست و فضیلت نیست و برای مردم میگفتید، میذاشتید مردم با پای خودشون بیان. و این از این. خب اونم باتری. آها، درباره حجاب چیز طرف میگفت که اصلا هیچ جای مسلمان اسلام راجع به روسری برای خانم ها نیامده. گویا یه جایی سینه هاشون باز بوده، بعدن گفتن سینه هاتون رو بپوشینید، یعنی از سر به پایینه. بعد یکی دیگه میگفت نه، حتی سینه ها هم نیست، از گرد از ناف به پایینه. گفتیم بابا ول کنیم. بعد یکیشون اومد گفت که برای خانم ها روسری، برای آقایون محاسن، همین ریش و اینها. اینم از این ماجرای گشت و گذار ما در کجا؟ در کلاب هاوس. خب بریم سراغ عکس ها و با شما عکس های امروز رو نگاه کنیم، و عکس هایی که یکی دو هفته مونده اینجا و من میخوام اینا رو به اصطلاح کامپیوتر رو تمیز کنم، خلوت کنم، سبکش کنم. عکس رو کجا گذاشتم؟ یه جایی جا گذاشتم، اینجاست. خب میایم. یه پوشه ای دارم مال آگهی پتیکه، ولی گوه آقا نخواستم اصلا با ایرانی ها کار نکنم، بهتره این کامرای سه بذارید من تصویرش رو درست کنم برای شما که بتونیم عکسای بهتری ببینیم. این عکسها رو باید یه روزی همه رو یه اندازه کنیم، والا وقت نداریم، دنبال نون و زندگی هستیم. ما مثل آقای چمنارا نه بابامون تیمسار بوده، البته باباش درویش بود بنده خدا، فکر نمیکنم پولی دزدیده بود مثل اونای دیگه، یا اینکه خودمون مثلا نیروگاه زده باشیم تو هند و این ورور. ما مجبوریم هنوزم که هنوز بریم کار کنیم. میگه این مایه افتخار زنان خواهد بود که حتی یک خط از کتابهای مقدس کار آنان نیست. درستم میگه، حتی یک پیغمبرم نیستن زنان. این کشیدن برای اصولگرا و اصلاح طلب. میگه هر دوشون شما رو میخوان به یه نوعی از بین ببرن، شما رو میخوان خفه کنن. یکیش تنابشو گلی یا صورتی رنگ کرده و بهش گل و سنبول آویزون کرده، یکیش نه، اقلا اصولگراهای دیگه شما میدونی که چی هست. و اما اینم نوشته دیوار چین، چون چینی ها اومدن و اون ماجرای خلیج فارس و اینها، میگه حالا دیوار چین دور خلیج فارسه. این هم از این تو آمریکا خیلی میبینیم، از اینایی که ماشیناشون رو میرن، آمریکایی‌ها عاشق ماشینن دوستان، یعنی یه رابطه‌ای دارن با ماشین که نگو و نپرس. مثلا میره چند هزار دلار خرج میکنه که ماشینش صدا زیاد بده، چند هزار دلار خرج میکنه که ماشینش بره بالا. حالا شما نگاه کن این ماشینه رو، مثلا جیپه، چه جوری برده بالا. بعد خنده‌دار اینه که این چهار تا لاستیکش عوض کرده، فنر گذاشته، برده بالا، ولی لاستیک زاپاسش هنوز همون لاستیک کوچولوئه. و اینم یه با آدم با ذوقی عکس گرفته. یادتونه این تلفنای قدیمی، گوشی و اینها، الان به دلیلی که میگن تلفن بی سیم یا گوشی همراه مایکروویو، مایکروویو یعنی این موجهایی که نادیده است و میاد میزنه و اینها، یه مدت میگفتن سرطان درست میکنه، دوباره برگشتن یه چیزی
درست میکنن که شما میزنی به تلفنت، میبینی مثل گوشی و اینها، میزنی به تلفنت اینجا از گوشی و دهنی صحبت میکنی، یعنی دور میزنی. اینم عکس آقای ظریفه. از ظریف این چند روز گذشته خبری نیست، چون با این تایید صلاحیت و اینها اون مثل که دیگه رفت کنار. و بهتون گفتم یه روزی که ما کلاس تهیه کنندگی میدیدیم، اون خانمی که معلم کلاس بود آمد و میخواست به ما یاد بده که اگر ما مهمون داشتیم و نیامد چجوری از موضوعات روز، از مجله روزنامه یه چیزی رو پیدا کنیم حرف بزنیم تا اون بیاد. همه برنامه قبلی من کانون آوا قرار بود من با خوزستان ببخشید با آقای بهروز اکبری تماس بگیرم تا ایشون در رابطه با بهمن اکبری برادرشون صحبت کنه. باور کنید من از یک ساعت قبل، معمولا وقتی با یک کسی برنامه دارم زنگ میزنم، صدا و تصویر رو امتحان میکنم، حتی بهشون میگم دوربین رو ببرید بالا، نمیدونم دماغتون اینجوریه، سرتون اینجوریه، اینا. هر چی زنگ میزدیم ارتباط برقرار نمیشد. آخر کار با دوستان تماس گرفتم در کانون آوا، گفتم اینجوریه. گفتن خب حالا ما یه ویدیو میفرستیم، چون قطع برقم هست در ایران، ممکنه قطع برقم دخالتی داشته باشه، یه ویدیو میفرستیم از خواهران ایرانپور، اونا رو نشون بده. همچین که ما اومدیم اون رو نشون بدیم، آقای اکبری از خوزستان تماس گرفت، چقدرم قشنگ حرف میزد، 70 سالش بود، گفت من 71 سالمه، دنبال برادر 73 سالم میگردم، حتما اگر ندیدید برید تا یکی دو ساعت دیگه میاد روی بارگانی ببین. ولی این ماجرایی که اون خانمه به ما میگو از در و دیوار، به قول معروف از سوراخ دیوارم شما یه موضوعی رو درست کنید، صحبت کنید تا ببینید حالا 10 دقیقه دیگه چی میشه، گفتم ما احتیاج نداریم، چون ما ایرانی ها الحمدلله یا بدبختانه مملکتمون انقدر مصیبت داره که هر طرفی که نگاه کنیم هزاران سوراخ در دیوار میبینیم و میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. این ماجرای برجام و اینها هست. برجام تانیک به جای تایتانیک روی کشتیه، اینجا نگاه کنید، این بغل ببینید اینجا نوشته برجام تانیک، بعد نوشته محمد جواد اصلا حواست به جلو هست، این خانمه بود همیشه بغل دست مام جواد وای میساد، نوشته اون داره برای شعر میخونه، Every night in my dream I see you, I hear you my برجام. این مال همون خانم سلین دیان و اون دو تونر پیشه و اینها. بعد اینجا این شالاتان ترامپ رو کشیده به عنوان به اصطلاح اون کوه یخی که خورد به تایتانیک و کاپیتان و اینا ندیده بودن. این ترامپ هم که بهتون گفتم دیگه دستش از دنیا کوتاه شده، یه وبلاگ درست کرده، وبسایت هم نی، یه بلاگی درست کرده، اونم میاد هر از 3-4 روز یه چیزی میگه، فکر نمکنم 200 نفرم ببیننش. میگه امسال فرهاد واسه عیدمون باید اینو بخونه، بوی ویروس، بوی ماسک، بوی ماسک رنگی، بوی قرص، بوی تند آب و الکل وسط سفره نو، با اینا کرونا رو رد میکنیم، میکنم با اینا مریضیمو سر میکنم. اگه اشتباه نکنم خانم فخری خوروش بود، کیه خانمه درست میگم، بیچاره شوهرش فوت شد، دوتاشون در لس آنجلس کووید گرفتن و دوتاشون بیمارستان بودن، گویا خانم خوروش درست میگم که با اون علی چیز فیلم هالو رو بازی میکرد جون سالم به در برده آمده بیرون، ولی همسرش فوت شد. و اما اگر میخواییم ببینید که توی آمریکا انسان دوستی و اینها، یا نمیدونم این کاناداست یا آمریکا، این خانمه ببینید که با شاید هم یه مرد باشه موهاش بلند باشه، در صورت با پشت خمیده و اینها وایساده، ولی هیچ کس بلند نمیشه، همه سرشون توی تلفن‌هاشونه، اصلا ببین این گوشی، این گوشی، این گوشی، این یکی هم که پشت سر اینه احتمال، ولی این داره نگاه میکنه. حالا ممکنه این همون لحظه‌ای بوده که مثلا بعد این بلند شده تا این بشینه. یادم تو ایران خیلی رسم بود، اولین چیزی که به ما یاد میدادن این بود که اگه تو اتوبوس نشستی یه نفر اومد مسن بود شما باید بلند شی، اگه یه جایی روی سکوی جایی نشسته بودیم یه نفر مسن میومد شما باید بلند میشدی. و این اکثرا من دیدم، به نظرم قشنگ اومد، اجازه بدیم به شما هم نشون بدم عکس دیسپچ من اینه. این آقا و خانم
عروسی کردن، امروز دارن حالا میرن برمیگردن به این آقا و خانمی که احتمالاً 40-50 سال پیش عروسی کردن نگاه میکنن. امیدواریم که اونا هم زندگیشون مثل همین دو نفر مسن شاد و سلامت باشه. قانون رانندگی در ایران میگه اگه تو خری من از تو خرترم. و اما اینا موقعی بود که موشک میزدن چپ و راست به ایران و نمیدونم ترور میکردن، اینا اینو که نوشته بودن جالب بود، اگه یک بار دیگه نتنز را بزنید جمعاً میشه سه بار. مثلا آدم انتظار داره بگه اگه یه بار دیگه میزنیم میایم میزنیم پدرتون رو در میاریم، ولی میگه اگه یه بار دیگه بزنیم جمعاً میشه سه بار. دوستانی که اخبار فلسطین و اسرائیل رو دنبال میکردن، الان یه بحثایی هست که میگن اسرائیل به این خاطر اومد و فلسطین زد و اینا، فکر میکرد ایران میاد درگیر میشه، بعد به دنیا بگی ببینید ایران درگیر شد و زدیم و جنگ را انداختیم و سرپوش بذاره روی کسافتکاری های خودشون توی اسرائیل، اون بیوی یا همون نتنیاهو. بعد ایران اینجا زرنگی کرد، اصلا دخالت نکرد با وجود که همه اسلحه های پولای حماس و اینا از ایران میاد، ولی این جوکا هم همراهش ساخته شد. ولی خبر خوش این که تمام دنیا بر علیه اسرائیل به اصطلاح تظاهرات، اعتصابات، راهپیمایی، حتی رزولوشن، قطعنامه یونایتد نیشن و اینها را هم به دنبال داشت. و اما اینو ببینید، همین آقای دکتر داوری دیروز یه خانمی اومد صحبت کرد آقای زمانیان، بعد دکتر داوری میگفت که خانم فقط 15% خانمای ایران کار میکنن، 85%شون دستشون تو جیب آقایونه. من گفتم آقا این حرف که شما میزنی خیلی نادرسته، اون کسی که خانه داره و نشسته از بچه ها مراقبت میکنه، داره سیستم خانه و خانواده رو میچرخونه، خیلی کارش از پدری که میره بیرون پول در میاره مشکل تره و به هیچ وجه دست اون تو جیب پدره نیست و همیشه این باباها به مادرها بدهکار هم میشن. اینجا نوشته سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا جام میم ده، جام میم ده کوتاه کنین گفت و شنفت. این احتمالا شماله که هم نارنج و این چیزا هم زیتون و اون مربا و اینها، و این خانم بچه رو پشتش اینجوری از اون برم چادر گرفت، چیز چت گرفته به اصطلاح که رو سر بچه و اینها که خیس نشه. و اما این هم اولین، این خانم دنبال شوهر میگرده، میگه اخلاق برام مهم نیست، خودم آدمش میکنم. بذارید از نزدیکتر بهتون نشون بدم، حالا یه کاری کنم که این عکس ها رو این دستگاه ما خودش اندازه صفحه بکنه، یعنی به اصطلاح ادجستش کنه، تنظیمش کنه. این خانم دنبال شوهر میگرده، میگه اخلاق برام مهم نیست، خودم آدمش میکنم. و این هم اینایی که از سوریه و این برونور پناهنده هایی که رفتن کشورهای دیگه، ببینید. و این خانومه اگه اشتباه نکنم همینه که حالا که رسیده به کشور آلمان یا هر جایی دیگه سر و زندگی پیدا کرده، ولی همه اینقدر لاکی یا اینقدر خوشبخت نیستن. و اما میدونید که هر پرزیدنتی، رئیس جمهوری وقتی که دوره ریاست جمهوریش تموم میشه میره دوباره با پول مردم و یه بودجه دولتی هم بهش میدن کتابخونه درست میکنه. و همین دیروز یکی از ریپابلیکن ها توی کتابخونه ریگان گفت که به ریپابلیکن های دیگه گفت که خودتون از این ترامپ جدا کنید، ترامپ شما رو هم با خودش میبره زیر آب. این کسی بود که میخواست بشه نخست وزیر میت رامنی، اولی هم که ترامپ اومد یک کمی با ترامپ خوشو بش کرد ولی ول کرد رفت، دید نمیتونه. الان رایان، پال رایان یه هم چیزی اسمشه. در اصولت اینم کتابخونه آقای دونالد جی ترامپ، پرزیدنشال لایبرری اند میوزیوم، یه مشتی توالتی گذاشتن بالاش رفته نوشته که
این کتابخونه ترامپ، و میگه تو آسمونا دنبال خدا میگردن، تو چاه دنبال امام زمان، تو امامزاده دنبال شفا میگردن، ولی توی کله خودشون یک ثانیه هم دنبال عقل نمیگردن. یک کاریکاتور دیگه ای هم بود، طرف یک کتاب قرآن یا مذهبی داده بود دست یکی، بعد گفت مغزش از کلش در آورده بود، گفته بود بفرمایید دیگه، حالا شما کتاب آسمانی داری، مغز لازم نداری. و اما این در رابطه با چین و رابطش با ایران، اینا رو من از همون موقعی که اینا موضوع روز بوده هی دیدم، گذاشتم توی این فولدر، ولی وقت پیدا نشده. این رئیس جمهور چین هست، اینم دائم العمر رئیس جمهور شد. همین بود که ترامپ هم گفت که ما هم کاش که یه همچین کاری بکنیم، و احمقایی که طرفدارش بودن دست زدن و گفتن بله. دوستان بهتون گفتم که امروز جمعه 28 ماه می برابر با 7 خرداد ما، اگر مایل هستید حمایت کنید تلویزیون مردمو، این پایین آدرس میاد که paypal.com بعد paypal.me مردم تیوی، یا میتونید روی صفحه مردم تیوی.com برید اونجا چیز کنید. اینم از آقایونی که رفتن شب احیا و شبای دیگه، بذارید عکسو کامل بهتون نشون بدم، چون اگر بالاشو نشون ندیم اون معنی اصلیش میره. کتاب چیه؟ شبهای قدر کتاب گذاشته بالا، اینم گردن و گوش و سر و صورت. اون وقتا خال، کسایی که رفته بودن زندان خال میکوفتن، بعدن دیگه این هنرپیشه ها و اینا را افتاد تو ایران هم، الان که دیگه قوغا. و اما این به خاطر اینایی که تو خونه کار میکنن و بعض وقتا بچه ها واقعا پدر مادر دیوونه میکنن، اینو اینجوری درست کرده که اگر این حقیقی بود حتما دولت میرفت بچه هاش ازش میگرفت، ولی اینو احتمالا ست کردن برای عکس بگیرن، و دست پای بچه ها رو بسته، تلویزیون هم برایشون روشن کرده که خودش بتونه کارش انجام بده. خیلی شرکت ها تصمیم گرفتن کارهاشون رو از منزل انجام بدن، حتی بعد از اینکه کووید رفت. خبر خوب این که ماه جون، یعنی امروز 28 سه چهار روز دیگه میشه اول ماه جون، به ترتیب از 1 5 14 21 هی ایالت ها شهرها محل مکان های مختلف قانون چیز رو برمیدارن. اینم یه عکسیه که روزای انتخابات نشون میده که آخوندا برای که رأی بگیرن براشون مهم نیست که خانما با چه لباسی چه جوری میان. میبینید که این خانمه اینجوری روسری، اصلا این رسم شده الان که روسری ها بیاد پشت گوش، و با موتور اومده، اینم کلاهش، کلاه موتور سواریش با موتور اومده، ولی هیچ که هیچی بهش نمیگه، حتی ثبت نام هم میکنن برای رای دادن و اینها. و این هم اگه اشتباه نکنم احمدی نژاد بود که اولین بار رفت با کارگرها فوتبال بازی کرد، اولین بار بود که رفت با سفورای خیابون رو جارو کرد و اینها، و الان دیدم محسن رضایی هم یه دو تبلیغ اینجوری درست کرده و اینها. ولی این جالبه، میگه که پسر این مرد هندی سال 2005 وقتی با موتور داشت میرفت جایی به خاطر یک چاله توی خیابون تصادف میکنه و میمیره. از همون روز به بعد پدرش شروع میکنه به تعمیر و پر کردن چاله های خیابون با هزینه های شخصی خودش. این پدر یک سبزی فروش ساده است و درآمد چندانی ندارد، ولی تا امروز 600 چاله رو تنهایی پر کرده. تو آمریکا هم این رسمه، وقتی یه مصیبتی وارد میشه بر یه خانواده‌ای، از اون مصیبت میان یه استفاده بهینه میکنن و یک سازمانی درست میکنن، یه انجمنی درست میکنن که به دیگران کمک کنه. حتما شما دیدید عکسایی رو که میگه این بلندترین پله، این طولانی ترین پله، این یکی کوتاه ترین پل بین دو کشوره. باورتون میشه؟ میبینید میگه که این shortest international bridge in the world، میگه این کوتاه ترین پل بین المللی هست تو دنیا،
که یه طرفش کانادان و یه طرف دیگرش آمریکا، و این گویا فکر کنم این ور آمریکا، این کاناداست و این هر کیه جزیره، این قسمتش توی آمریکا، طرف بین خونه خودش پل زده، چقدر قشنگه. اینجا هستن از این جزیره هایی که شما میتونی بخری و برای خودت خونه درست کنی. من اگه جای رضا پهلوی بودم با اون همه پولی که داشتم میرفتم با این محمود قربانی یه جایی رو چیز میکردم، اسمش میذاشتم ایران، من میشدم رضا پهلوی بشه شاه، محمود قربانی هم دوباره اونجا کافه میامه یا اینا رو درست کنه، دست از سر هنرمندا برداره. راجع به آلمان بهتون گفتم، گفتم نامبیا، بله نامیبیا ببخشید، آلمان به نقش خود در نسل کشی نامیبیا در آغاز قرن بیستم اذعان کرد و گویا میخوان یه پول زیادی بدن تا به اصطلاح جبران کنن اون اشتباهی رو که اون موقع باعث شدن. و اما بیانات تاریخی شاهنشاه در کنگره شاه و ملت، از این مرد احمق‌تر ما در سیاست نداشتیم. یعنی شما سیاست مداری پیدا نمی کنی که بیاد برنامه های فرداشو بگه، تو مغزش اگه چیزی هست بگه. این بدبخت نه که دیپلم نداشت، سواد نداشت، این فکر میکرد خیلی هم نابغه است، میمد یه چیزی تا به فکرش میرسید یا از یکی شنیده بود عنوان میکرد، نوشته قرارداد نفت تمدید نمیشود. دوستان این تیشه‌ای بود که زد ریشه شاه، و اگه نگاه کنید تاریخ اون تمدیده سال 1979 بود، انقلاب تاریخش کی بود؟ همتون با هم بگین 1979. بعد اینجا این جالب تره، نوشته اشک شوق در چشمان شهبانو. اینایی که موتور سوارن میگه اون خله که موتور سواره، اونی که پشت سرش میشینه دیوونه است. حالا این شاه دیپلم ندار میمد یه زرزری میکرد به جای وزیر نفت، وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر برنامه، اونا حرف میزد، از اون احمقتر این چیمنی یا چی میگن دودکش چیز، این خانم مفتخور، این هی برش ناز و ادا و اطفار میمده. در رابطه با چیزم اول برنامه بهتون گفتم یکی درست کرده اینو خاک تو سر آمریکا، یک ماه گذشته بود از انتخاباتشون، رئیس جمهورشون معلوم نبود. ما ایرانی ها یک ماه مونده به انتخاباتمون، رئیس جمهورمونم مشخص شده. میگه که در زندگی یاد گرفتم که با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خیش خوشبخت زندگی کنم، با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه می کند، و از حسود دوری کنم چون اگر دنیا را هم به او بدهی باز از من بیزار خواهند بود، اگر دنیا را به او تقدیم کنم باز از من بیزار خواهد بود. تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح می دهم. سه چیز را هرگز فراموش نمی کنم: یک، به همه نمی توانم کمک کنم. دو، همه چیز را نمیتوانم عوض کنم. و سه، همه من را دوست نخواهند داشت. اینو چیز کنی راحته. اینو بارها نشون دادم، بازم نشون میدم. یکی از بهترین کاریکاتورایی که من دیدم میگه هر کس ازتون پرسید چرا آمریکا برای سقوط آخوندها اصراری ندارد، این عکس رو بهش نشون بدید. نگاه کنید این عکس یا خامنه ای یا خمینی هرچی آخونده و موشک دستشه، ولی این از این چیزای بادیه که بادش میکنن، لوله بادش رو دنبال کنید میاد زیر این چی میگفتن به اینا که توی ریختگری نه توی سفیدگری و اینا هم باد نه یه چیزی بود فشار میدادن اینجوری مثل آکاردون بود و باد میزد، تف تف نمیدونه یادم رفته. میبینید زیر پای آمریکان، بعدم میز گذاشته اینجا اسلحه و اینا رو میفروشه. بذارید خود عکس رو بزرگتر بهتون نشون بدن، سلکت ایریا، از اینجا تا به اونجا خیلی دوره، بفرمایید. بله میگه که How to profit from the Iranian nuclear threat، میگه چگونه از تهدیدات اتمی ایران سود ببریم. یه میز گذاشته پر هواپیما و اینها، و عربا از ترس این مجسمه یا این شکلک بادی دارن میرن به طرف آمریکا با دستای پور، و این عین حقیقت ماجرا. خب اینم خانم پروین اعتصامی که یه شعر خونده
چرا من اینو گذاشتم اینجا نمیدونم، ولی حالا معلوم میشه چرا. واعظی پرسید از فرزند خیش هیچ دانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بیآزاری و خدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگی است. گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست، آن هم ارمنی است. پروین اعتصامی. من اینو بعض وقتا به پتیک میگم و بهش میگم ای کاش که من 10 تا بیننده مثل تو داشتم. بعد داشتم یه فیلمی نگاه میکردم راجع به فیزیک اتم، یه آقای ایرانی خیلی قشنگ توضیح میداد، میگفت اگر اینا رو قبول کنی و یاد بگیری بعدن باورت میشه که همین الان که یه سوربی اینجا نشسته اینو داره میگه، یه سوربی دیگه اونجا نشسته اونو میگه، 10 تا دیگه اونو میگن و یه کمی اگر فکر میکرد دیگه آدم دیوونه میشه. اینم این نقاشی رو کشیده نوشته اصلا به تو چه، من نمیدونم چرا من نگهش داشتم. این آیا شما این نوشته رو میبینید دوستان؟ اگه میبینید خب آگهی خودتون اینجا بذارید ما به دیگران نشون بدیم، دیگران هم خواهند دید. و این احمق موقعی که کرونا و اینها اومده بود، این بلند میشه میاد میره یک رستوران ژاپنی یا چینی. بعضی از اینا اصلا نمیفهمن چینی با ژاپنی با کره شمالی با ویتنامی اینا فرق میکنن. در هر صورت میره یه رستوران ژاپنی سوشی میخوره. سوشی اون خوراکایی که کار زیاد میبره، من خیلی خوشم نمیاد، برنج نپخته و گوشت نپخته و خلاصه گویا 170 دلار یا 70-80 دلار میخوره. بعد میاد بیرون به اینا فوش میده و میره. این دنباله همون حماقت ترامپه که مسخره میکرد، میگفت این از چین اومده و نمیدونم کانفلو فلان اینا. اون وقت احمقای مثل این که عکسشو فوری گذاشتن و احتمال زیاد دستگیر شده، حتما به غلط کردن افتاده. این عکسی که آدم میبینه یک کمی دلش به درد میاد که چرا توی حالا قرن 21 هنوز یه جایی همچین چیزی باشه. اگه نگاه کنید دوستان اینجا 4 نفر یا 3 نفر بچه سیاه نشسته، تمام اینجا سفید پوست هستن. من اصلا از این عکس چیزی نمیدونم و چرا اینجوریه بعدن اگه کسی میدونه به ما بگه یا برامون بنویسه. این امرو در دیوارهای ایران نه میر میخواییم نه رهبر نه توله های اکبر. قبلا این بود که نه شاه میخواییم نه رهبر، نه نوشته بود ننگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. حالا شده نه میر میخواییم نه رهبر نه توله های اکبر. این توله های اکبر اون روز آقای یاسر رفسنجانی صحبت میکرد و من در راه رفتن پنسیلوانیا بودم و مردم گفتن که آقای رفسنجانی مریض بود و اینا. این مردک شما اگه بگی اصلا گفت که بله بابا مریض بود و اینها، گفتم خب این که حتی میمد این ورور اون شایعه به قتل رسیدن هاشمی رفسنجانی رو هم اینه قوی میکرد. من اینو برای آقای نیساری فرستادم، گفتم شاید امروز اینجا باشه نشونش بدم. آقای نیساری، دوستان همه لطف ندارن، دوستان همه صداقت ندارن که اگر اشکالی هست بیان بهت بگن. این چیزایی که شما میفرسی فرزاد نیساری شماره 2 همش نگاه کن نوشته unsupported message. شما که انگلیسیت هم از من بهتره. خب اینو شما زحمت میکنی میفرسی، فکرم میکنی حالا به تعداد دوستانت و قول دوستان ان دوست نگاه کردن ولی هیچ که چیزی ندیده. یه دفعه براشون بفرست دوستان اینو نگاه کنید، برای من عکسشو بفرستید. یا دوستان من به همین آقای چمنارا چندین بار پیشنهاد کردم که آقا یه نوشته که میفرسی قسمت قسمتش کن، بنویس 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 150، بعد به دوستان بگو تا بخش چندم، تا پاراگراف چندم، تا قطعه چندم خوندی. من خودم معمولا اولینشو میخونم. هویدا میگفته اگر از 2 صفحه بیشتر باشه مزخرفه و من چیزی نمیخونم. Get your business notice your ad here, place your ad here. اینا رو ما هی درست میکنیم، کسی که چیز نمیکنیم. اینم یه آهنگ، یک آگهی استخدام برای گوگل که نوشته بود آگهی استخدام، بعد نوشته بود اصلا لازم نیست چیزی پر کنیم، ما همه چیزای شما رو میدونیم. No need to apply، لازم نیست بیاین فرم پر کنید، we already
have all your information. و اینم از همین کارهای زشتیه که بعضیا حالا که رسیدن به این دستگاه‌های فتوشاپ و عکس و اینها این کار زشت رو انجام میدن. این عکس درستی این بوده، آمدن اون مرده نمیدونم کی، الان یادم رفته اسمش، یه کاره وزیر مزیر چیزی بود، اینو گذاشته بودن به حدی چیز شد که حتی فرع گفته بود نه این عکس درست نیست و ساختنیه. اصلا اون موقعی که این فرخ رو پارسا یا این فکر کنم فردوس بوده، نه این عکسی که اینجاست فکر کنم فردوس بوده و فردوس پدر شاه رو در آورد چون شاه دوست فردوس رو از دستش گرفت. حالا که داریم راجع به فتوشاپ و دست بردن تو عکس ها صحبت میکنیم، بد نیست نگاه کنید ببینید که فقط ایرانی ها نیستن این کار انجام میدن. شما نگاه کنید این عکس حقیقی این پایینیه که این جنرال وایساده روی این توپ و نمیدونم تانک عکس میگیره، ولی اونا احتمالاً یهودیا آمدن این عکس رو دستکاری کردن، عکس یه زنی رو تناب اعدام هم گذاشتن گردنش اینجوری. و این عکس باز این پایین این یه سرباز آلمانیه با یک آقای حالا خدا میدونه کجایی بوده و اینها، اینو برداشتن عوضش کردن عکس یه زنی که یا به درخت یا به میله آویزون شده و اینجوری. اینم از نعمات هایتک. من اون روز رفتم تو پارک بغلیمون، برای من خیلی جالب بود، اینقدر هی ما میگیم آمریکایی‌ها تمیز میکنن فلان اینا، نگاه کنید اینجا این بشکه هنوز پر نیست، ولی آشغالایی که ریختن دورش که من وایسادم با یک کیسه پلاستیک دستم بود اینا رو تمیز کردم و به نظر من اگه میتونیم این کارو انجام بدیم خوبه. بعد یه کاری هم بکنیم که باد اینا رو نمریزه، یه چیز سنگینی مثلا بذاریم روش. عادل رئیس مجلس قبلی، بله میدونستم یه کاری بوده و این یه چند تا عکس هم گرفته بودن که با زن و بچهش اومده بود تو فروشگاه‌های چیز. یه دوستی میگفت اونایی که صلاحیتشون تایید نشده یا احراز نشده کسایی هستن که بچه هاشون یا نوه هاشون اینها تو خارج زندگی میکنن، تو خارج هستن. من فکر نمی کنم، در صورت این آشغالا بعض وقتا به خاطر سبکیش ممکنه بنده خدا نفر قبلی ریخته باشدش، ولی فشاری نداده باشه این پر باشه، باد که میزنه میریزه. و اما این دوباره همون تبلیغ که چیزی که رو شعاری که رو دیوار نوشته بودن، نه میر میخواییم نه رهبر نه طوله های اکبر. بعد زیرش نوشته آفت نیوز، من اول خوندمش آفتاب، آفت نیوز نمیدونم. اینم از این ماجرا، اینم بچه های اکبر و طوله های اون و اینا هست که ببینیم چه میشود. و اما پایان دو سلسله قاجار این و میگه من لبو فروشی در فرنگ را به پادشاهی در ایران ترجیح میدم. دومی این میگه باور به مقام موروثی و گزینش ژنتیک ندارم، در عرصه عمومی این تبعیض مسلم را رد میکنم. امیدوارم درست بگه و پای حرفش وایسه، چون تا حالا پای حرفای قبلیش وای نساده بود. و اما میگه یه بار تصمیم گرفتم تمام اون 1.5% رو که سال 57 به جمهوری اسلامی نگفتن پیدا کنم و یکی یه ماچ بکنم. تا حالا نزدیک 75 میلیون نفر رو ماچ کردم و هنوز اون 1.5% تکمیل نشده. این نشون میده که ماها چه آدمای دروغگوی هستیم. یادتونه من اولش گفتم من به جمهوری اسلامی یه بار رأی دادم، اونم همون شور و هیجان اول 12 فروردین سال 1155 از یک رژیم شاهنشاهی دیکتاتوری آمدند و قول جمهوری رو دادن و 98.5% رفتن رأی دادن، که حالا میگه من این 1.5% و هرچی میگردم 75 میلیون تا حالا ماچ کردم چیز نشده. بله اینم اشتباهی که تو تابلو انجام داده بودن، نوشته بود این به جای بنویسه سال 1400 نوشته بود سال 1300 و 400، نمیدونم اینم ساختنیه یا حقیقیه. و اما میگه سن و سال چقدر باید باشه تا بزرگسال تلقی بشوید. بذاری براتون همش نشون بدم اینا رو که دارم براتون میخونم، میخوام بخونم که دیگه بعد پاک کنم این کامپیوتر رو فردا پس فردا یک لیف و صابونی
بهش بزنیم. بهار آمد و باید همه چیز تمیز بشه. سن و سال چقدر باید باشد تا بزرگسر تلقی شوی؟ سازمان بهداشت جهانی طبقه بندی جدیدی درباره مراحل عمر انسان ارائه کرده است به گونه ای که 55 سالگی را مراحل جوانی برشمرده است. در این طبقه بندی آمده 17 سالگی پایین تر از سن قانونی، 18 تا 25 نوجوانی، 25 تا 65 جوانی، 66 تا 79 میان سالی، 80 تا 90 بزرگ سالی، 91 تا یا بالاتر پیری. شفاف بگویم امروز این بهترین مطلبی است که خواندم و لذا با نشاط و شادمانی برخواستم و آینه رو نگاه کردم و تبسمی کردم و در خودم هیچ نوع خستگی و یا سردردی احساس نکردم و گفتم ای سازمان بهداشت جهانی تا امروز کجا بودی؟ این بهترین پیامی است که میتوانم برای دوستانم بفرستم. امیدوارم از جوابتون نهایت از جوانیتون نهایت لذت رو ببرید. دوستمون آقای شیخی نوشته سربی جان این برنامه شهر فرنگ ارائه کردی؟ گفتم که واریت هست دیگه، یاد گرفتیم از آخوندا. خب بذار ببینیم که این چیه. خیلی وقت اینا مونده بود و من هی میگفتم عکسای زیادی هست که باید و یکی از دوستان گفت خب آقا تا هر دفعه میگی یه روز برنامه رو اختصاص بده به این. دیدیم درست میگه. سوال احمقانه شماره 32. سلام دوستان نازنین، من بازم با یک سوال احمقانه در خدمتتون هستم. روایت معتبر داریم که امام به صفوان فرموده، صفوان درسته، صفوان که نیست که، وقتی تو شتران خود را به خلیفه اجاره میدهی در گناهانی که او مرتکب میشود شریک هستی. صفوان عرض میکند برای سفر حج اجاره دادم، اما امام میفرماید خورده به هم. آیا دوست داری خلیفه زنده بماند که بهای شتورها را بپردازد؟ صفوان عرض کرد مایلم. امام فرمود پس در گناهان و شریکی. سوال این است وقتی خدا به شیطان عمر طولانی داده است که انسان را بفریبد، آیا در گناهان شیطان شریک است؟ این سوالی که من همیشه از آقای احمدعلی مسعود انصاری هم میپرسم. میگم آقا شما اگه میگید خدا قادر و توانا و دانا هست، خب خدا تماما شریک جرم این دیکتاتورا و جنایتکارا و اینا هست، چون میدونه که الان این فلانی بلند شده بره بزنه فلانی رو بکشه. چرا سر را تصادف نمیکنه؟ چرا اصلا مغزشو فکرشو درست نمیکنه؟ پس خدا با اینا شریکه. اینجور نگامون نکن، اینو قبلا نشون دادم، این یه قسمت از دین ماست و تو هم باید بهش احترام بذاری. این همینه که میگن شما نمیتونی بگید من به همه عقاید احترام میذارم. آقا عقایدش اینه که زنده زنده آدما رو بندازه تو دیگه آب جوش و نوش جان کنه. این عکس خیلی جالبه دوستان. نوشته برای این عکس یه جمله زیبا با یک سطر بنویسید. مردی با صفا و با محبت از روستای ارمک در حال خدمت به مادر عزیزش، داره با قیچی ناخون پاشو میگیره. خب یه ناخونگی بگیر که راحت تر از قیچی باشه. اینم از این ماجرا. دمت گرم آقا، امیدوارم سالهای سال زنده باشی و از مادرت نگهداری کن. جواب حمله به طنز با انفجار مهیب در کارخانه صنایع موشک جواب حمله به نطنز با انفجار مهیب در کارخانه صنایع موشکی داده شد. حالا بگید اسرائیل قدرتمند است. من نمیدونم در مورد چی صحبت کنم. دوستان این عکس رو با دقت نگاه کنید، خیلی جالبه. اجازه بدید من براتون اندازش کنم. اندازه. ببینید نوشته کودکان غزه، اسم این خیابونه است، بعد نوشته داروخانه سلیمی و فلان اینا. همینجا که نوشته کودکان غزه، این دوتا کودک یا این یکم بزرگتره دارن اینا رو چیزای ضایعاتی که میبرن برای بازگرد. خب حالا آقای شیخی از این برنامه شهر فرنگ به اصطلاح راضی هستی؟ برنامه های دیگر هم همینجور کنیم یا نه؟ البته اگه یادتون باشه من همیشه برنامه هم این بوده که نمیام مثل آقای شهرام همایون خودم رو مسخره کنم، 9 نفر آدم رو بیارم بشونم اونجا. این امیر فخرآور رنجاور رو دوباره آورده گذاشته، اونم با 4 تا دختر قرار میذاره میاد اونجا، بعد میگه خب سمیرا نمیدونم تو پشتت اینجوری کن، نمیدونم شکیلا تو اونجوری کن، بعد آقای همایون هم میگه آقا مهم نیست. ببینید من همیشه برنامه هم برای که خسته کننده نباشه یه موضوع نیست،
چند تا موضوع و از قدیم من یک کلاسور میبردم برای یه ساعت برنامه که دوستانی که تو تلویزیون بودن میخندیدن میگفتن آقا اومدی دانشگاه، میگفتم اینجا فرقی هم با دانشگاه نداره، منم میام یاد بگیرم. اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری خواسته ماست. فرهنگیان دارشترهای شهریار، معلمی شریفترین شغل دنیا، من معلم نمیشم، حق مادرم توسط پدرانم، پدر همان دانش آموزی که با آنها درس عزت و شرافت داد ضایع میشه. بدترین کاری که یه نفر میتونه بکنه اینه که از جوونش، از بچهش، از خردسال سوء استفاده کنه به این صورت. اگه یه فرهنگی این کارو کرده باشه نشون میده که خیلی احمقه. من فکر نمی کنم، در هر صورت نکنید این کارو. بچه هاتونو اتفاقا توی یکی از اتاقا یکی میگه آقا پدر من تعریف میکرده دوره شاه انقدر خوب بود، من 4 سالم بوده این منو میبرده تظاهرات. گفتم خب پدرت خیلی احمق بوده. الان هم یه کسایی هستن بچه های شیرخوره رو میارن تظاهرات. دوستان عزیز، ساعت سه و نیم شد، ما میریم سراغ آقای لادن تا با ایشون باشیم و مقاله ای رو که نوشتن، من اون مقاله رو هم لینکش رو برای شما دوستان میذارم اینجا. فقط یک لحظه اجازه بدید تا ردیف کنم. کجا هستیم؟ اینجا 6-7 ببخشید دوستان عزیز. و بله اینجا آقای لادن، اینم اسکایپمون. خیلی خوب بود، برای تنوع گفتم، خوشحالم که دوست داشتید. به به، این آهنگری که میزنه خیلی خوبه، آدم میفهمه که اسکایپ اونها درسته و بازه و میتونیم باشون صحبتی داشته باشیم. و یک لحظه اجازه بدیم من تصویر آقای لادن رو با این کامپیوتر بدم به سیستم و بعد بریم سراغ ایشون. خب این هم از این، بسیار عالی. و اینجا هم کامرای من با اطلاعات اندیشکده از وبسایتش، شماره تلفنش، واتساپ، اینها شروع میکنم و بعد با همدیگه دوستان میریم سراغ آقای لادن. آقای لادن سلام میکنم به شما، خوش آمدید، خیلی ممنون که با ما هستید، مخصوصا با اون اوضاعی که آلرژی بهاری هم یک کمی شما را اذیت کرده. البته فکر کنم طبیعت میخواد بگه که به اصطلاح زمستون رفت و حالا آماده بشید برای تابستون. این هم هدیه بهاری ما. چه حال، چه خبر، بفرمایید با شما هستیم. در بینندگان تلویزیون مرحوم، یکم صداتون ضعیفه به نسبت روزهای قبل. این صفتم دهن الان آوردید بالا، صدا بهتر شد، ولی نمیخوام شما اینجوری ناراحت باشید که بگیرید. نه یه برای بارد تر شاید بهتر باشید. بفرمایید. حالا داشتم میگفتم که خوشحالم در کنار شما هستم و منم نمیدونم حالا طبیعت داره به من سیوی میزنه یا اینکه یه نوع سرماخوردگی و اینکه فقط سرفه میکنم. بله. امیدوارم که مشکل حل بشه، ولی ما هم اینجا این مشکل آلرژی رو داریم، مخصوصا جایی که مرطوب هست میگن این بدتره. به خاطر همین دکترها به بعضیا پیشنهاد میکنن که رخت بردار و برو به صورت به شهر آریزونا، یعنی استان آریزونا. در اصل امیدوارم که با رسیدن ماه جون اون ممنوعیت‌های چیز که برطرف میشه و اینها، این سرفه ها و حساسیت ها هم برطرف بشه. خیلی خوشحالم که با ما هستید و این باز مقاله انتخاب با ما، رأی از شما، کرشید، کورشید، لارشید. من کلی خندیدم، ولی این خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. جمله نوشتتون رو با این جمله شروع میکنید که در جمهوری اسلامی ما حق انتخاب نداریم، ما حق رأی داریم. حق انتخاب منحصر به شهروند است. ما
مردم در مقابل رژیم فقاهتی امت هستیم نه شهروند. حالا پرسش پیش میاد که از دید شما چرا آخوندها مردم را امت میدانند؟ سپاس گذارم. ببینید مذاهب به طور کلی مردم رو گله متدینین میدونن، آخوندها یه قدم فراتر گذاشتن، حق انتخاب رو از این گله متدینین سلب کردن و به خودشون تفویض کردن. مشکل اصلی دید و باور آخوندها از امت بودن مردم. پیش از این در این مورد با هم یک بار گفتگو داشتیم که در جمهوری اسلامی فرض بر اینه که امت قادر به تشخیص راه از جان نیست و باید تابع روحانیت باشه که جانشین خدا و مبین دینه. رژیم فقاهتی عملا این موضوع رو به نمایش گذاشته و بیان کرده. اینی که ما بهش توجه نکردیم یا خاطرمون نیست مشکل ماست. من فکر کنم باید به یادمون باشه که پس از رسوایی رژیم در تقلب انتخابات 1388 چند میلیون از همیهنانمون معترضانه ریختن تو خیابونا و فریاد میزدن رأی من کو. اکثر عمل رژیم تنها ضرب و شتم، دستگیری و زندان، تجاوز و کشتار نبود، بلکه علنا در پاسخ به رأی من گفت و این بخشی که یک بار با هم گفته می‌کردیم، این توی گیومس، مردم چه حقی دارن؟ مردم کسی رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنن؟ مردم چی کاره هستن؟ مردم چی کاره هستن که بخواهن کسی رو انتخاب کنن؟ مردم چی کاره هستن به کسی حق بدن؟ مردم چه حقی دارن؟ این پایان گیومس. خب ببینید، آیا از این مشخص‌تر و شفاف‌تر میشه بیان کرد؟ این دید و باور و فلسفه نظام آخوندی در ایران، یعنی مردم در جمهوری اسلامی از حق و حقوق برخوردار نیستن. لازم هممون میدونیم که رژیم میلیاردها دلار از ثروت‌های ملی کشور رو خرج دوباره سازی بیروت، بازسازی عراق، جنگ در یمن و میلیاردها دلار برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد در سوریه اختصاص داده. این هزینه ها تنها یه دلیل دارن: سیاست جمهوری اسلامی سیاست فرقه‌ای مذهبی شیعه است و سیاست ملی نیست، یعنی سیاست غیر ایرانیه. مشکل دیگه دید و باور آخونداست، افکار پوسیده، متحجر، عقب مانده. خب این قرن متقرن به 31، قرن اینترنت، کامپیوتر، تسخیر فضا، در یه چنین موقعیتی سرنوشت ما ملت بدبخت ایران در دست این آخونداست و میخوان با کمک اجنه، رمل و اسطرلاب، استخاره و امداد غیبی کشور رو رهبری کنه. آدم واقعا نمیدونه باید به حال و روزگار خودش گریه کنه یا به این کمدی تراژدی بخنده. از یه سو مردم در جمهوری اسلامی حق و حقوقی ندارن، از سوی دیگه جمهوری اسلامی سیاستش غیر ایرانی. غیر این دو عامل فاجعه آور، کنترل کشور در دست عقب افتاده ترین قشر جامعه است. رهایی از چنین مخمصه‌ای در اصلاحات رژیم نیست. همینطور که دیدیم اصلاحگران هیچ کاری از دستشون برنمی‌آید. در تفویض مهره‌ها نیست، یعنی با رأی دادن به این اون هیچ تغییری پیدا نمیشه. رهایی از چنین بن‌بستی تنها تا با براندازی رژیم اسلامی امکان پذیر. سپاس بزن. ممنونم از شما. بخش بعدی توی نوشتتون این کورشید، لالشید، کرشید است
که شما می‌نویسید جالب اینجاست با اینکه سردمداران رژیم حق انتخاب ملت را به خودشان تفویض کردن، خودشان می‌برند، خودشان می‌دوزند، به این هم رضایت نمی‌دهند و می‌خواهند این چارچوب‌ها را تنگ‌تر و محدودتر کنند. حالا سوال پیش میاد که منظور شما از این کورشید کرشید و تنگ‌تر کردن این محدودیت‌ها و چارچوب‌ها چیست و کدام است؟ حتما همونطور که هممون میدونیم در ایران حکومت ها خودشونو صاحب کشور و صاحب اختیار جان و مال مردم میدونستن و هنوز هم همینطور. مردم در مقابل اونا در گذشته رعیت و بنده بودن، امروز امت و بنده هستن. خورشید، کرشید، لالشید متعلق به دوران قاجاره، زمانی که درباریان با کالسکه و گاردهای نگهبان می اومدن در خیابون که یک برن به از یک قصر به یک قصر دیگه، جلوشون یک سری جارچی بودن که فریاد می زدن این کورشید کرشید و که مردم برن کنار تا این زالوها و انگلهای جامعه بتونن عبور کنن. رژیم آخوندی همین روش رو دنبال می کنن. یعنی مردم باید گوسفندوار مطیع آخوندها باشن و آنها رو دنبال کنن. در رابطه با تنگتر و محدود کردن چارچوب‌ها، با اینکه سردمداران رژیم حق انتخاب رو با خودشون تفویض کردن، ولی این براشون کافی نیست. حق رأی رو میخوان محدود کنن. از این جهت تنها ما حق داریم به منتخبین شورای نگهبان رأی بدیم. کاندیدا اول باید از سرند مقررات چند مرحله‌ای بگذرن، بعد نوبت شورای نگهبانه که صلاحیت آنها رو تایید و رد کنه. همینطور که تازگی شاهد بودیم شورای نگهبان صلاحیت 7 تن رو تایید کرده. مبارزات انتخابی هم تو ایران واقعا تأسف‌آوره. قوه قضاییه، پلیس امنیت، پلیس فتا و اطلاعات سپاه در زمینه‌های اظهار نظرهای انتخاباتی هوشدار دارن. یعنی مردم مواظب باشن که پاشونو از گلیم خودشون درازتر نکنن. دو تن از فعالان این مسئله رو بیان کردن و نوشتن در داخل ایران که میگن که در مورد یکیشون میگه به نام محمود محمودیان یه اصلاح طلبه، مینویسه که آقای رئیسی گفتن با محدود سازی شبکه های مجازی مخالفن، اما عواملشان در دستگاه قضایی هر روز با رسانه ها و فعالان تماس میگیرن که مطالبشان علیه آقای رئیسی را پاک کنن. و بعد با طعنه میگه که همه آزادن، هر چه میخواهند در حمایت از ما بنویسند. شخص بعدی پویان حسین‌پوره که از فعالان اینترنتیه و ایشون میگه که دادسرای فرهنگ و رسانه و پلیس امنیت با او درباره انتقاد از ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی تماس گرفت. رژیم به این هم رضایت نمیده و میخواد این چارچوب ها رو که تنگ کرده کنترل بکنه. از این رو سگهای هار رژیم مشغول رجزخونی هستن. قاسم رضایی جانشین فرمانده ناجا بدون نام بردن از فرد خاصی گفته، این تو گیومست، برخی از کاندیدها وطن فروش و مزدور هستن. و بعد تهدید کرده باز در گیومه، بدون مماشات با این افراد برخورد خواهد شد و میگوید نیروی انتظامی با توطئه برخورد می کند و فتنه ها را در محفل هایشان و فتنه گران را در نطفه خفه می کند. این پایان گیوم است. ببین این رجزخانی و تهدید این پاسدار منو به یاد یکی از دبیرای دبیرستان میندازه که داستان کتک زدن پدرش رو تعریف میکرد. یه روز سر کلاس
تعریف کرد، گفت بابای ما هر وقت میمد خونه از راه که میرسید یه پس گردنی میزد به یکی از بچه‌ها، یه دونه تیکا میزد به اون یکی، یه سیلی به اون یکی، میرفت تا میرسیم به فهمر میزد. میگه یه روز من بالاخره شنیدم که مادرم پنهانی داره ازش میپرسه چرا بچه‌ها رو میزنی؟ این چه کاریه میکنی؟ بابام پاسخ داد حتما در طی روز در غیبت من این بچه‌ها یه کار خلافی کردن و یه حرف نادرستی زدن، پس سزاوارن که من تنبیهشون کنم. حالا این آقای پاسدارم داره قصاص قبل از جنایت میکنه، قبل از اینکه اصلا اتفاقی بیفته داره صحبت از مزدور میکنه که در بین اینها وجود داره. سپاسگزارم. بسیار ممنون. در بخش بعدی شما زیر عنوان انتخابات در فضای سرد و نامطمئن می نویسید که دعوای اصولگرا و اصلاح طلب سر لحاف ملا نصرالدین است، یعنی هر دوی آنان تنها دنبال منافع خودشان هستند، مردم و کشور ول معطلند و اقتصاد مال خره. پرسش ما از شما اینه که شما و اندیشکده مدت هاست که در رابطه با رأی گیری در جمهوری اسلامی کمپین هایی داشتید، آیا فکر میکنید این تلاش ها نتیجه هم داشته و یا خواهند داشت؟ ببینید در درجه نخست هر کدوم از ما در حد تواناییمون روی باورمون باید یک کار یا یک حرکتی کنیم. خوشبختانه بخش قابل توجهی از هممیهنانمون متوجه این موضوع شدن که فرق نمیکنه چه کسی انتخاب بشه، پس از انتخابات آش هم و آش و کاسه هم هست. بخش دیگه از هممیهنانمون همینطور که اشاره کردیم متوجه شدن، دریافتن که دعوای اصولگرا و اصلاح طلب سر لاف ملا نصرالدینه، یعنی هر دو دارن دنبال منافع خودش، مردم و کشور ول معطلن. آمریکا و اسرائیل و شیطان بزرگ دشمنان ساختگی هستن برای مشغول کردن مردم و سر کار گذاشتنشون. خوشبختانه در این رابطه نیز ایرانیان تشخیص دادن که دشمن ما همینجاست. در پاسخ به پرسشتان، طی دو سه ماه گذشته تحریم انتخابات یه حالت فراگیر، همگانی، گسترده و اضطراری پیدا کرده. رأی بی رأی تحریم انتخابات، این یک شعاریه که در دیوارها توی شهرها و منطقه‌ها تو ایران نوشتن، یعنی مردم رو دارن دعوت میکنن به تحریم انتخابات. دویچه وله گزارش داده این تو گیومز، یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران عده‌ای از کنشگران مدنی خواستار تحریم این انتخابات شدند. کارزاری با مشارکت خانواده جانباختگان اعتراضات اخیر و سقوط هواپیمای اوکراینی آغاز شد. در همین رابطه نامه ای از سوی شماری از کنشگران سیاسی و مدنی در راستای تحریم انتخابات منتشر شده. در این نامه که با عنوان هم آوا برای بایکوت انتخابات مشترک منتشر شده، از انتخابات به عنوان انتخابات ساختگی و فرمایشی یاد شده است. این اون گزارشه. بعد یه نوشته دیگری هم هست که میگه مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران که مخففش هست ایپسا، یک نهاد دولتیه، هشدار داده که میزان مشارکت در انتخابات امسال 39% از واجدان شرایط خواهد بود که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی پایین ترین میزان خواهد. گزارش بعدی از رادیو فرداست که میگه سخنگوی شورای نگهبان گفته، این توی گیوم است، مشارکت احتمالی پایین مردم هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست. یعنی اصلا قبل از این که این قبل از این تعیین
کاندیدا بود که اینا چون میدونن مشتشون باز شده، یعنی رژیم میدونه مشتش باز شده، میدونه مورد انزجار مردمه، میخواد وسط دعوا نرخ تعیین کنه. همینطور که شما به درستی اشاره کردین، اندیش کرده با باور به براندازی خشونت پرهیز جمهوری اسلامی چند سال اخیر یک کمپین گسترده‌ای رو برای افشا کردن پدیده رای گیری از جمهوری اسلامی هدایت میکنه. در این راستا هر هفته یک مقاله مستند منتشر کردیم یا یک گفتگوی تلویزیونی داشتیم، در زمینی که برنامه های کوتاه ویدیویی رو از طریق شبکه های اجتماعی مرتب در سطح وسیعی توضیح کردیم. فقط یک دلیل که هم میهنانمون با ترفندهای رژیم آشنایی بیشتر و بهتری داشته باشن و گام هوشمندانه بردارن. در پاسخ به پرسشتون، به نظر میرسه که تلاش های مردم ما و کنش های اپوزیسیون راستین میهنمون و دیگر عاشقان ایران آرام آرام داره ما رو به هدف رهایی و نجات نزدیکتر میکنه. سپاسگزارم. ممنونم از شما. چون این آخر هفته توی آمریکا آخر هفته طولانی هست، ما هم اجازه بدین یکی دو تا سوال به سوالاتون اضافه کنیم. توی نوشته شما یه پیام خوش و یه خبر خوبم هست. آیا برداشت من درسته که شما دارین این ندا رو میدین که هم میهنان آگاه تر شدن تا به اصطلاح قبلا؟ پرسش بسیار عالی. ما در اندیشکده با آگاهی از مشکلات فرهنگیمون، یعنی ما میدونیم که یه مشکلات فرهنگی داره، میدونیم یه کمبودهایی داره، و با آگاهی از اون به جای خوشباوری هوشمندانه مسائل رو بررسی میکنیم. با این حال مانند شما شاهد یک حرکت درست و نسبتاً گسترده در میان هممیهنان هستیم. آنچه این موضوع رو جدیتر جلوه میده نگرانی رژیمه. رژیم به تکاپو افتاده و در تلاشی که هر طور شده خودشو از این بنبست نجات بده. برای مثال علی خامنه‌ای میگوید، این در دیومست، توجه داشته باشید، مصیبت آن روزی است که مردم پشت کنند به صندوق رأی. این مصیبت است. دشمن اینو میخواد، روزی که 90% مردم پای صندوق ها شرکت نکنند. مصیبت اونه، بنده اونو میبینم. حضور مردم پای صندوق رأی یک نعمت بزرگی است. این پایان گیوم است. این مصیبتی که آقای خامنه‌ای بهش اشاره میکنه همون پیشبینی خمینیه. اگه خاطرتون باشه خمینی گفت، و این در گیوم است، بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن شما چیست. خمینی داره به آخوندا میگه و یک انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسی که ممکن است یکی از ایام الله پیدا شود، آن روز فاتحه همه ما را میخواند. 40 سال زمان برده، ولی بالاخره بخش بزرگی از مردممون به ماهیت رژیم فقاهتی پی بردن، فهمیدن در باطنشون چیه، آموختن که شرکت در رأی‌گیری در جمهوری اسلامی نه تنها کوچکترین تأثیری نداره در برطرف کردن مشکلات، بلکه اوضاع اقتصادی کشور روز به روز خرابتر و وضع مالی مردم بدتر شده، بیکاری و تورم گسترده تر شده، ارزش پول ناچیزتر شده و فقر در سراسر کشور عمومیت یافته. برخی آموختن تحول اجتماعی با تعویض مهره ها امکان پذیر نیست. ادهی به این نتیجه رسیدن
که با وجود قانون اساسی جمهوری اسلامی فلسفه ولایت فقیه و سیاست فرقه‌ای و غیر ایرانی آخوندا شرکت در رأی‌گیری پدیده‌ای بیهوده و بی‌ثمره. سیاست فرقه‌ای و غیر ایرانی آخوندا رو با هم یه مرور سریع میکنیم. حکومت سرمایه‌های ملی میهنمون رو برای دوباره سازی لبنان و عراق خرج میکنه، صرف جنگ تو سوریه و یمن میکنه، در حالی که نتایج صدمات و خرابی‌های سیل و زمین لرزه در ایران پس از گذشت سالها هنوز دوباره سازی نشده. این ولخرجی‌ها در صورتی انجام میگیره، در صورتی انجام میشه که دستاندرگانان حکومت سطح دستمزد کارمندان و کارگران رو عمدن انقدر پایین نگه می‌دارن که مجبور باشن بردمانن همیشه محتاج و گرسنه و نیمه عریان باشن. تا کنون صدها فعال سیاسی مدنی، هنرمندان داخل و خارج، استادان دانشگاه، نویسندگان، ورزشکاران، مدافعان حقوق بشر و قشرهای مختلف مردم همزمان در کارسازی با عنوان نه به جمهوری اسلامی مخالفت خودشونو با شرکت در رأی‌گیری بیان کردن. تجربه رو نباید تجربه کرد، باید هممون در حد تواناییمون تلاش کنیم که کمپین نه به رأی‌گیری، نه به جمهوری اسلامی با موفقیت کامل به نتیجه برسه. دستگاران رژیم باید ببینن که اعلام خطر کمینی به وقوع پیوسته، یعنی مردم فهمیدن در باطن حکومتگران چیه. از سوی دیگر رژیم رو باید در برابر جامعه بین‌المللی رسوا کرد تا ملت‌ها و دولت‌ها بدونن که جمهوری اسلامی هیچ پایگاه و مشروعیت مردمی نداره. بخش قابل توجهی از هممیهنانمون آموختن که جمهوری اسلامی حاکمیت روحانیون است که کاملا با حاکمیت ملی در تضاد. اندیشکده بر این باوره که انتخابات آزاد، حقوق انسانی و شهروندی و جامعه مدنی قانونمند تنها در پرتو حاکمیت ملی امکان پذیر است. برای تغییر و تحول و دگرگونی در میهنمان هیچ راهی جز براندازی رژیم و برپایی حکومت مردم سالار ملی نداریم. نه به رأی‌گیری، نه به جمهوری اسلامی است. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. در رابطه با همین که مردم که رأی میدن به اصطلاح یه جورایی صداتون قطع شد. بله. در رابطه با این که مردم که رأی میدن صدا هست الان؟ بله. آقای ظریف هم گفته بود، حتی توی یکی از صحبتاش گفته بود بیاین هجوم مردم رو در رأی گیری ها تماشا کنید و اینها. آقای لادن، حالا یا امروز یا هر وقت دیگه اگه خواستید درباره این خط سوم کسی با شما تماسی گرفته یا میخواین صحبت کنید؟ چون شما از اصولگرا و اصلاح طلب صحبت کردید، ولی یه چیزی الان به نام برانداز هست و میبینیم چندین خط سوم و ایستگاه سوم و اینها درست شده. نظر شما در اون مورد چیه؟ اگه مایل باشید، اگر حوصله داشته باشید. در موردش زیاد بررسی و مطالعه نکردم و دوست ندارم بدون بررسی حرف بزنم. دوست دارم هر چی میگم بر اساس اسناد و مستند باشه. بله، بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. بازم ممنون که با ما بودید. سپاسگزارم، همینطور برای شما و همه هم. به امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم از اندیشکده. من مشخصات اندیشکده رو یه بار دیگه اینجا میذارم اگه کسی بخواد تماس بگیره، و خیلی ساده اندیشکده.net. اگه مشکلی داشتید میتونید با ما تماس بگیرید تا ترتیب این تماس داده بشه. ممنون از ایشون و
ممنون از شما که با ما بودید. برگردیم به استدیوی خودمون و امروز هم گذشت مثل یک نفس، اینو آقای داریوش پیرنیا میگفت و باید صبر کرد ببینیم حالا چی میشه. به نظر میرسه خبرهای خوبی از چیز میاد، برجام و برگشتنشون به اون قراردادهای قدیمی، ولی از اون طرف آمریکا هم یکم مثل تهدید گفته اگه این بار به اصطلاح به جای نرسیم ما اون ماشه رو فعال میکنیم. حالا ماشه رو فعال میکنن، من حقیقتش نمیدونم چه اتفاقی میفته. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید از شما تشکر میکنم، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.